زندگی بود بر هم زدند و در مسیر دیگر طی تاریخ کردند. عرض سلام خالص و خاص دارم خدمت دردانه آفرینش حضرت صاحب الامر حضرت حجت علیه السلام و همچنین شما مهدی یاوران عزیز، و قطعا مستحضر هستید که با این نسبتی که به شما دادم کوهی از مسئولیت رو بر پشت شما بزرگواران گذاشتم. چون وقت خیلی تنگه و فرصت اندک، در مورد پرداختم مسئله فراماسونری که همونطور که احتمالا باید مستحضر باشید حداقل 10 جلسه 1.5 تا 2 ساعته وقت میبره این جریان رو تبیین کردن. چون این سریال ظهور رو نشون دادم، من یه چیزی یادم افتاد، 1.5 سال پیش بود که من از همین گروه، یعنی گروه آقای هاشم که یک مصری الاصل ساکن در ایالات متحده است، من یک فیلم دیدم تحت عنوان 13 راز ماسونی. بعد توی اونجا ایشون اشاره کرده بودن خب به رازهای فراماسونری، حقیر یه ایمیلی به ایشون دادم توی سایتشون پیدا کردم hashemfilms.com که یک حدیث از امیرالمؤمنین درباره دجال بود. با اینکه حتما میدونید که احادیث مربوط به دجال در روایت اهل سنت خیلی زیاده، اما این روایت میدونستم اینها ندارن و روایت سانسور شده است به قولی. من این رو براشون فرستادم، ایشون بعد از چند وقت یه جواب به من داد، خیلی جالب بود و امروز میفهمم که چرا یک اهل سنت میاد اینطور در مورد امام زمان ما میاد فیلم میسازه. ایشون گفت شما با این حدیثی که بر من فرستادی من رو به هم ریختی، این عبارتی که ایشون فرستاد. تازه من راه پیدا کردم و شما میبینید یک اهل سنت میاد شجره آقا امام زمان رو چقدر قشنگ رو متوجه بودید. امام حسن عسکری قشنگ کشید و تو این تا انتها آمده بود. خب وقتتون رو زیاد نمیگیرم، عرایزم رو در چند بخش تقسیم کردم. اول تاریخچه شکلگیری فراماسونری، بعد عقاید اعضا، ساختار سازمانیشونه، اهداف سازمانیشونه، نحوه عمل کردشونه، نمادگرایی و سمبولیزمه که بسیار بسیار مهمه، رو این ویژه صحبت خواهم کرد، و سرنخهایی از فعالیت فراماسونری در حال حاضر. این بخش بسیار بسیار مهمه. در مورد تاریخ شکلگیری چندین نظر وجود داره، اما 3 نقطه در تاریخ بسیار میدرخشه توی بررسی روند شکلگیری فراماسونری. اولی ماجرای مصر باستان هستش، رفتن حضرت یوسف به مصر. دومی جنگ‌های صلیبیه و سومی سال 1717 و شکلگیری علنی فراماسونری تحت عنوان گراند لوژ متحده در انگلستانه. با اینکه به ظاهر آخری باید مهمتر باشه، اما قطعا اولی بسیار بسیار مهمتره. خدمتون عرض بکنم مطالبی که اینجا بهتون میگم، فکر میکنم یعنی این کالکشنی که براتون تهیه دیدم جای دیگه نخواهید چنید، پس خوب عنایت داشته باشید. ماجرای شکلگیری فراماسونری بلا شک برخلاف تاریخ نظر تاریخ نگاران ماسون که برمیگردن اون رو به آلمان، اصلا و ابدا به آلمان برنمیگرده. تاریخ فراماسونری بلا شک به مصر باستان برمیگرده. از هر طریقی شما بخواید بررسی بکنید میرسید به مصر باستان، هیچ گریز دیگری هم نیستش. حضرت یوسف نامی میره به مصر، خب این همه تون داستانش شنیدید، و اونجا به مال و مکنت و مقامی میرسه. بقیه بنی اسرائیل و عبرانی ها رو از کنعان دعوت میکنه به کجا؟ به مصر. و اونجا سمینه های حاصل خیز اطراف نیل در اختیار اینها قرار میگیره. مدتی میگذره، بعد از حضرت یوسف یهودا، همون برادرش که به قولی ماجرای افتادن حضرت یوسف در چاه رو فراهم کرد، سرنوشت و به قولی رهبری بنی اسرائیل رو به دست میگیره. اولین به نظر من انحراف از همینجا شروع میشه، هنوز موسی مبعوث نشده. میگذره، اینها تحت ظلم و ستم فرائنه و قبطی ها قرار میگیرن تا اینکه شخصی از بنی اسرائیل به نام موسی علیه آلاف تحییت و سنا به پیامبری میرسه. حضرت موسی به خاطر ظلم زیاد و فرمان الهی اینها رو از مصر دوباره برمیگردونه به همون جایی که قبلا بودند، به کجا؟ به سرزمین کنعان. اما یک اتفاق عجیب میفته که تحلیل این برای هر کسی که تاریخ میخونه، برای هر کسی که قرآن میخونه، برای هر کسی که روایت میخونه ساده نیست، اصلا نمیتونه بفهمه جریان چی شده. ببینید، حضرت موسی یه مش آدمی رو که تحت ستم بودن آورده، نگاه کنید خوب عنایت داشته باشید، دست کرده
زیر عباش دست نورانی اومده بیرون، عصا انداخته، اژدها شده، معجزه کرده، قورباغه از آسمان باریده، معجزه کرده، آبهای مصر خون شده، از وسط دریا ردشون کرده. یعنی طرف دیده این طرف آب شکافته شد رفت بالا، این طرف آب شکافته شد رفت بالا، اومده اون طرف 30 روزش در کوه میشه 40 روز، برمیگردونه چیکار دارن میکنن؟ دارن گوساله میپرستن. آیه قرآن داریم که حضرت هارون چی میگه؟ میگه اینا میخواستن منو بکشن. میدونید که خود یهودی ها میگن اون کسی که گوساله رو ساخت سامری نبود، کی بود؟ خود هارون بود. چه اتفاقی برای بنی اسرائیل افتاده؟ به قول این معجزات رو برای سنگ شما انجام بدین، سنگ تکونی میخوره، یه واکنش از خودش نشون میده. چه اتفاقی افتاده که 10 دقیقه به قول اینا رو ول میکنه، میره برمیگرده میبینه اه، دقیقاً نقطه مقابل توحید رو اختیار کردن. شرک، بت پرستی. نکته اینجاست که آنچه را اینها در مصر باستان آموختند، هرگز نه حضرت موسی و نه هیچ پیامبر دیگه‌ای نتوانست پاک بکنه. این چه بود؟ سنت جنگیری، جادو و سحر کاهنان مصر تحت عنوان کابالا، اسمی که بعد از 3300 سال امروز تو تهران داری میشنوی شما. کلاس های کابالا داره تشکیل میشه. عجیبه. این که کابالا چیست یک مبحث جداست و وقت خیلی میبره. اصلا حقیر قصدم اینه تو این جلسه فقط سرفصل های فرماسونی رو بگم. اگر فرصتی بود بزرگان دیگه یا حقیر اگه فرصتی باشه بیم بعدها اینها رو باید بشکافیم، بازه های زمانی رو. آنچه که کابالا آموزش داده رو شما نمیتونی بهش برسی چی بوده، الا اینکه یک نگاهی به کلام الله مجید داشته باشی. ببینید، غیر ممکنه کسی بتونه تاریخ فریمیسونری رو بدون قرآن بررسی کنه. مثلا داعیه دارم توی این مسئله، طرف باشه بیاد ببینم چجوری بررسی کرده. قرآن این رو اشاره میکنه. سوره سبا آیه 40 و 41 اینا داشته باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یوم یحشرهم جمیعا ثم یقول للملائکه اهؤلاء ایاکم کانوا یعبدون. سوالی جمله. قالوا سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اکثرهم بهم يؤمنون. خدا خطاب به ملائکه وقتی به قولی محشر برپا شده روز رستاخیز میپرسه که ببینم اینا که دارن میرن جهنم، اینا شما رو میپرستیدن؟ من خدا رو که نمیپرستیدن، اما یک موجودی رو میپرستیدن، اینا شما رو میپرستیدن؟ استفهامی سوالیه. ملائکه چی میگن؟ قالو سبحانه که پاکم و نزدهی، خدایا انت ولی یونا، تو بزرگ ما، این چه حرفی شما میزنی خدایا؟ یعبدون الجن اکثر هم به هم یؤمنون. اینها جن میپرستیدن و به اون ایمان داشتن. یؤمنون استفاده میکنه، اینا به مقام ایمان رسیدن در پیروی از جن. این موضوع همین الان هم هستش. شما کتاب قرآن قیامت شهید دستغیب رو میخونید، میبینید نوشته افرادی برای کسب قدرت از طریق اجنه و شیاطین 40 شبانه روز قرآن کف پاشون میبندن، با ادرار خودشون وضو میگیرن، با نزدیکان خودشون به نزدیکان خودشون تجاوز جنسی باید بکنن. چه کسیه که این دستور رو به اینها میده؟ این سوال ما. این رو شاید توی جلسه دانشگاهی آدم بخواد تبیین بکنه، باید صغرا کبرا بچینه، باید صغرا کبرا، چون شوکه نشه طرف، درسته؟ اما اینجا جمع موعودیان دیگه، راحت میشه گفت این عین دستوری است که از ابلیس و شیاطین میگرفتند و میگیرند امروز. ببینید، هر آن چه که ستود است دقیقاً باید نقطه مقابلش انجام بشه. پرستش خدا در مقابل پرستش جن. عدالت خوبه، ضد عدالت میده از نشانهای شیطان پرستیه. رعایت حریم ها در ازدواج و ارتباطات جنسی دقیقاً باید این از بین بره. خب کابالا چی میگه؟ از طرفی کاهنان معبد به خاطر ارتباط با اجنه به موجودات غیر ارگانیک اعتقاد دارن. خوب دقت کنید، به موجودات غیر ارگانیک و فضای متافیزیکی چی دارن؟ اعتقاد دارن. از طرف دیگه اگر این رو بپذیره باید کیو بپذیره؟ الله رو.
میاد چیکار میکنه؟ ببینید موجودیت روح رو قبول داره، اما باید یه کاری بکنه. چیکار میکنه؟ میاد برای خودش داستانهایی میسازه، ماجرای تناسخ رو مطرح میکنه. شاه بیت کابالا تناسخه. وجه اشتراک، یه کد میخوام بهتون بدم، عالی، فوق‌العاده. وجه اشتراک تمامی عرفان‌های نوظهور تناسخه. اگر میبینید مرداک یهودی میاد فارسیوان درست میکنه، سریال میسازه، سفری دیگر، این یارو روح برگشته در قالب جسمی میاد. چرا؟ چون بعد از مرگ من چطور باید توجیه بکنم؟ از اون طرف به دنیای اعتقاد دارم، از این طرف اگه اعتقاد داشته باشم که آخ پدرم در اومده با این گناهانی که انجام دادم، چیکار میکنم؟ میگم روح شما قبض و بسط نمیشه توی عالم محشر. کجا؟ در عالم برزخ. دوباره باز میگرده. شما میبینید در مصر باستان سوسک ساکرب یا سوسک سرگینی میشه نماد تناسخ. جریان چی بود؟ برمیداشتن این مردشون رو قبر میکردن، دفن میکردن، بعد از چند وقت میدیدن بر اثر تجزیه شدن سوسک و جک و جونورای به قول بغل قبر میزدن بیرون، میگفت مثلا روح پدرم در قالب سوسک دوباره برگشته، میشد نماد تناسخ. اینن این مسئله با وجود سابقه 4000 ساله همین الان تو بعضی از عرفان‌های نوظهور که حالا صلاح نیست اسم ببریم در این جمع، عیناً داره بیان میشه این روح دوباره برمیگرده فلان. این وجه اشتراک تمامی این هاست. نگاه بکنید حضرت زرتشتنامی در ایران به چی میرسه؟ به نبوت میرسه، به رسالت. اولین کاری که میکنه چیه؟ بازداری ایرانیان از پرستش دیوها. جامعه شناسان میگن دیوها خدایان قبلی آریایی ها بودن. زرتشت چون دین جدید آورد گفت دین من خوبه، همه خدا میشن چی؟ مظهر شیطان. و بعد آقا تجربه کوروش یه چیز دیگر نشون میده. کوروش وقتی حمله میکنه بیت المقدس و معبد سلیمان اونجاها رو آزاد میکنه تا شامات میره، به یهودیا چی میگه؟ میگه شما خدای خودتون رو بپرستید، ما هم خدای خودمونو. برای چی هبرودوس کوروش در تورات و تلمود، برای چی هبرودوس رو انقدر یهودی‌ها دوست دارن؟ میگن بابا 2500 سال پیش طرف انتهای آزادی اندیشه و فلان و اینجا حرفا بوده. پس این در آیه زرتشتی این گویا نبوده. نگاه بکنید کریستیانسن ایران در زمان ساسانیان صفحه 45 ببینید چی میگه. دین قدیم آریایی‌ها بر پرستش قوای طبیعت و عناصر و اجرام سماوی استوار بود. معذالک از زمان بسیار قدیم خدایان عمده طبیعت دارای خصوصیات اخلاقی و اجتماعی میشوند. چنین به نظر میرسد که قبل از جدا شدن دو تیره هندو و ایرانی از یکدیگر، تفاوتی میان دو دسته از خدایان عمده آنها بوده است. یک دسته را دیوها می‌خواندند و در رأس آن خدای جنگجوی به نام ایندیرا قرار داشت. این ایندیرا گاندی که الان میشنوید اسم از همون گرفته شده. یا مثلا کلمه مازندران میشه ماز ایندیرا آن، جایگاه دیو بزرگ. این که رستم هفت خان رستم میره تو خانه هفتم میرسه به کجا؟ به مازندران، و باید دیو سپید رو از پای در بره، به همین جا برمیگرده. این که مرحوم بهار ای دیو سپید پای در بند ای گنبد گیتی دماوند داره میگه، تلمیح بر همین مسئله داره. بوده پس دیو در ایران هم بوده، مربوط به هندی ها فقط نیست. اینجا ای کریستینسن اشتباه میکنه. و دسته دیگر را آسوراها میگفتند که بزرگ آنها ورون و میتره بوده که بعدا میشه میترا، آینه میترایس به وجود میاد. میدونید سه در زبانشناسی تبدیل میشه به ه، مثل سند که به جاش میگن هند. آسورا همون اهورا که بعدها میشه اهورا مزدا. پس ما بینیم ما هم دیو داشتیم هم اهورا داشتیم. اما جاناس جالب تر تحقیق کرده. تاریخ جامعه ادیان صفحه 306 زرتشت به صراحه اعلام فرمود که این دیوها، خوب گوش بکنید ببینید چقدر با قرآن ما شباهت داره، این دیوها همه ارواح شریر و زیانکارند که با ارواح نیک و روانهای خیر و نیکوکار در ستیز و آویز می باشند. آنها پدر دروغ و فریبنده نهادهای پاک می باشند و مصدر شر و بدی و زشتکاری اند و آدمیان را از پرستش اهورا باز می‌دارند. عین آیه قرآن ما قشنگ داره اشاره می‌کنه. پس افرادی با اجنه و شیاطین در ارتباط بودند. آنچه در باستان بسیاری از این خدایانی که در باستان پرستیده می‌شده قابل توجه جامعه شناسان عزیز ما که همه چی رو از نگاه پایین دارن تحلیل می‌کنن و نگاه اومانیستی و سکولاریستی اصلا پرستش جن بوده.
شما یک خدا داری در هندوستان به اسم ناگا، یک خدا داری در میان رودان به اسم ناگال. هر دو بندگان رو به همجنس بازی دعوت میکردند. خدای ایشتار یا ایشتر در بین النهرین به چه دعوت کرد پیروان خودش رو؟ حمورابی که همه میشناسن، میدونید یک ستونی هم داره مثل ستون حقوق بشر کوری، ستون قوانین داره، توی اونجا چرا داره میگه در دیداری که با خدا داشتم خدا به من دستور داد فلان کنم؟ این چه جور خدایی بوده تو دیدیش؟ پس ارتباط با شیاطین و اجنه بیس کابالاست. این میشه که تئودور ریناچ، سلیمان ریناخ و غیره همه میان، وقتی یهودی طرف اینه که دارم عرض میکنم خدمتون، میاد بررسی میکنه چی میگه؟ میگه کابالا سمی بود که در رگهای یهودیت تزریق شد و هیچگاه یهود نخواهد توانست خودش رو از اون پاک بکنه، امکانش وجود نداره. و تا به امروز میبینی این جبههی که شکل میگیره صهیونیسم دقیقا پیرو به همون اولیه سامری، انگار طرف رو برف راه رفته رد و پا گذاشته، یکی برای اینکه جاپای اون خراب بیشتر برف رو خراب نکنه چیکار میکنه؟ جاپای اون یکی میذاره، معنای مشایعت، دقیقا اون رو مشایعت کرده. آیه قرآن هم نگاه بکنید، هر جو صحبت از یهودی میگه الا قلیلان، الا قلیلا، حکم واسه شون صادر میکنه، آخر میگه به غیر از عده کمی که اینها رو قبول نداشتن. خب این تاریخچه اینهاست، ماجرا پیش میره. هر پیامبری در بین اینها مبعوث میشه، اگر باب میل اینها رفتار کرد که کرد، نکرد چیه؟ اینا کشندگان پیامبرانن. حضرت مسیح اینا رو چطور خطاب قرار میده؟ ای فرزندان مارهای افعی، ای فرزندان کشندگان پیامبران. آیه قرآن داریم در مورد قتل پیامبران به یهود داره نسبت میده. دو تا پیامبر ویژگی خاص دارن، تمام اینا تأکید میکنم قابلیت بحث داره، باید باز بشه. همین برهه‌ای که اینا با پیامبرا چیکار کردن میشه دو جلسه صحبت کرد با هم، اونم فقط بر مبنای قرآن ها، بیرون هم نمیخواد، نگاه بیرون از قرآن نمیخواد بهش داشته باشی. دو تا پیامبر ویژگی خاص دارن، اولی حضرت مسیح علیه آلاف تحییت و ثنا و دومی حضرت محمد صلی الله علیه. خب یک اتفاق در مصر باستان افتاده، قرآن هم صراحتاً رو مطرح میکنه. این چیه؟ میگه قبل از به دنیا آمدن موسی فرعونیان چی؟ با خبر بودند که کودکی میخواد بده. این از کجا خبر دارن؟ این از کجا آینده رو میتونن بگن؟ الا اینه که آیه قرآنی که اینا میومدن استراق سم میکردن در حوزه ملائک. در باب عصت یا به دنیا آمدن حضرت مسیح تا درب چهارم آسمان به اینها بسته میشه. با بعثت رسول الله و اصلا خدا یه دیوار بتونی دیوار حائل میکشه دیگه، بینید سراغ کارت. و همون برهه هم خدا تأکید داره اون مسائل رو که من نخوام شما نمیتوانید بفهمید. همین سوره سبا آیه 14ه میگه وقتی سلیمان رحلت کرد دستش رو تکیه داده بر کجا؟ بر عصای خودش، درسته؟ یه موریانه میاد اینو میخوره، یک سال طول میکشه، خلاصه ماجراشو میده. تو این برهه یک ساله این اجنه و بزرگان شیاطین دارن چیکار میکنن بر حضرت سلیمان؟ حمالی میکنن، بردگی میکنن. خدا در ادامه همین آیه، در انتهای آیه میگه اگه شما میدونستید، به غیب آگاه بودید، بی خود یه سال حمالی و عملگی نمیکردید. لذا این دو پیامبر چون تغییراتی برای اینها به وجود میارن تو حوزه کاری اینها، خیلی برای اینها گرون تموم میشه. به بدترین وجه ممکن با این دو پیامبر برخورد کردن. خب حضرت مسیح رو میدونید، یه نفوذی میفرستن، یه یهودی مارانوس میفرستن، یهودی که دین خودش رو تغییر نده، بیاد وارد یک جمعی بشه، به قولی خیلی راحت صحبت بکنیم، واسه اینا فیلم بازی کنه، عین خودشون بشه، هم رنگ اونها بشه و بعداً ضربش بزنه بهش میگن یهودی مارانوس. بعضی‌ها بخش ابتدایی رو گرفتن یهودی مارانو میگن و بعضی‌ها بخش انتهای این میشه آنوسی. میاد جودایوس اسکاریوتی یهودا اسخریوتی وارد میشه، در مقابل 30 سکه نقره حضرت مسیح رو میفروشه، میریزن شورای سنهدریان رو دستور میدن و فلان و نماینده حکومت روم به صلیب میکشن که ما همچین اعتقادی رو، ما مسلمان ها نداریم، با این کار ندارم. پیامبر بعدی رسول الله که راجع به این، چون یک گویا اطلاعی دارم راجع به این مسئله، قراره تو همین نشست های ماهانه صحبت بشه، خب اینم فاکتور میگیرم. فقط بدونید که
ما میدونیم پیامبر ما چطور رحلت میکنن. مثلا شهید شده پیامبر، درسته؟ توسط یک پیرزن یهودی. خب با اینم کار ندارم که از 300-400 سال قبل گرای تاریخی رو داشتن. بیکار نبوده پاشه بیا شمال مدینه. به طرز عجیبی پدرش ترور میشه. مادرش با اینکه دوست داره بچه کنار خودش باشه میفرستدش وسط بر بیابون. میگین اینجا نباشه. چرا؟ ماجرا ام قتال رو برید مطالعه بکنید. زن یهودی که قبل از اینکه پیامبر حضرت عبدالله با آمنه ازدواج بکنه میگفت من تمام ثروتمو در اختیار تو میذارم با من ازدواج کن. وقتی با حضرت آمنه ازدواج کرد ام قتال چی بهش گفت؟ گفت من آن نوری را که در صلب تو بود میخواستم. حالا دیگه به دردم نمیخوره. میخواستند که از فرزندان ابراهیم باشه پیامبر آخر زمان. از فرزندان ابراهیم هم بود. منتها نه از سمت اسحاق، از سمت اسماعیل علیه السلام. میگذره، اسلام میاد بیت اون سرزمین شامات رو میگیره و بیت المقدس میفته در دست مسلمان. این که میگم بیت المقدس، حالا شاید بعضی جا اشتباه بگم، منظور معبد سلیمان تو اون برهه، حالا بعدم بیت المقدس مسجد ساخته میشه. اینجاست که وارد تاریخ دوم شدیم، جنگ های صلیبی. تاریخ ابتدایی رو بیان کردم خیلی سریع به خاطر اینکه فرصت خیلی کمه. خدمتون عرض بکنم سال 1195 اشتباه نکنم، ببخشید 1095، پاپ اوربان دوم رهبر مسیحیان جهان دستور حمله به شامات رو صادر میکنه. میگه سرزمین مؤمنان رو از دست کفار نجات دهید. دلیل حمله چیه؟ اون منطقه دست خلفای فاطمی بوده. از شمال ترک ها به اینا حمله میکردن. یهودی ها میان میگن این باختی که این شکستی که تو فلان جنگ شما مسلمان از ترک ها خوردید دلیلش این زیرابزنی مسیحی ها بوده. مسیحی ها رفتن این کار کردن، اسرار نظامی شما رو گفتن، لذا مسلمان ها با مسیحی ها برخورد میکنن. این خودش بهانه حمله به چی میشه؟ به بیت المقدس میشه. و نزدیک 100 هزار تا 60 هزار تا 100 هزار نیروی رزمنده آنچنانی با ایمان طرف داشته میرفته با کفار به جنگ. اینطور فکر بکنید، حمله میکنه، 3 سال حدودا جنگشون طول میکشه، بعد از 5 هفته محاصره بیت المقدس میشکنه و فجایعی رو اینا به بار میارن که تاریخ نظیرش ندیده. بیاد حمله مغول فقط شما میفتید، 40 هزار نفر رو فقط در 2 روز میکشن، 70 هزار نفر رو در بیت المقدس میکشن. ریموند آگیل مورخ اینها میگه که صحنه بسیار جالبی است. دستها و سرها جدا جدا پشته شده در شهرها، تپت شده بوده. دستها رو جدا میکردن یه کوه درست میکردن، سرها رو جدا میکردن یه کوه درست میکردن. در معبد سلیمان در بیت المقدس ماجرا جالب تر است. خون تا لجام اسبهایمان بالا آمده است. شوالیه ها که وارد این منطقه میشن دو دسته میشن. خوب عنایت داشته باشی، این از اون نقطه های تاریخه. شوالیه که وارد منطقه میشن دو دسته میشن. یک دسته شروع میکنن مجروحین رو مداوا کردن، یک بیمارستان 200 تخته میزنن به اسم شوالیه های هاسپیتالر. تا اینکه سال 1113 رسمن توسط پاپ عنوان شوالیه های سن جان یا شوالیه هاسپیتالر رو میگیرن. 5 سال بعدشه که شوالیه های تمپل رسمن اعلام وجودیت میکنن. شوالیه های دیگه هستن که اینا میرن تو منطقه بیت المقدس و مسجد قبة الصخره ساکن میشن. اینجا بدترین و بدشگون ترین اتفاق تاریخ میفته. شوالیه های تمپل یعنی چی؟ معبد. ای ارش هم فاعلیه دیگه، معبدی. با یهودیان و خاخامه های آشنا میشن که هیچ شباهتی با یهودی ها ندارن. یه چیز دیگه میگن، یه چیز دیگر رو میپرستن. تفکر اونها چیه؟ کابالا. گاتفری و پینر رهبر تمپلرها ببینید چی میگن. میگن ما در زیر معبد سلیمان گنجی را یافتیم که به ما قدرت بیکران بخشید. این گنج چی بوده که شما پیدا کردید؟ باید بری که فیلم نیکولاس کیج رو نگاه بکنی ها، گنجینه ملی. میگه اونجا چی پیدا کردیم؟ گنج پیدا کردیم آقا. چیزی نبود که، گنج بود، طلا بود، پیدا کردیم. انتقالش هم دادیم آمریکا، دیده که با چه فیلم اونا مثلا پیداش کردن. ما باید باور کنیم. نه، بریم کد داوینچی رو نگاه کنیم. بریم دن براون برای ما چی نوشته. دن براون میگه اونجا نسب حضرت مسیح رو پیدا کردیم.
حضرت مسیح کی میگه ازدواج نکرده؟ فیلمش بوده بابا واسه شما ها. اونم اهل اشغال بوده بابا، اونم ازدواج کرده فلان. اینه همینو میگن دیگه. اونم ازدواج کرده نسلش ادامه داره. این دخترم که با این پروفسور این ور میدو، اینم دختر حضرت مسیح، نسلش ادامه پیدا کرده. ببین چطور حضرت مسیح رو میکوبه. نه هیچ کدوم اینها نیست. اینجا دو دلیل وجود داره، دو تا دلیل میتونی پیدا کنی که بفهمی اونجا زیر چی پیدا کردن. یک، کلام الله مجید، سوره بقره، در همون آیه و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفر. تو ادامهش شما تفسیر این رو بخونید میدونید که بیشترین اختلاف نظر در مورد آیه تو قرآن، و اختلاف نظر بهتر نگیم، نظرات مختلف در مورد آیه قرآن در مورد همین آیه در قرآنه. علامه طباطبایی میگه 1,100,000 نظر در مورد وجود داره. خیلی عجیبه. میدونی چطوری به صورت ضربی حساب میشه؟ مثلا قسمت اول، مثلا اینجا این الذی منظور فلان بوده، 10 تا نظریه وجود داره. بعدیش مثلا دو تا نظر، این 2 ضرب در 10 میشه 20 فلان. 1,000,000 نظریه وجود داره. توی اونجا میگه حضرت سلیمان یکی از نظریات اینه، وقتی به پیامبری رسید تمام ابزار و آلات جادوگری و جنگی رو جمع کرد، کجا قایم کرد؟ زیر تخت خودش. درسته؟ یکی دیگه میگه نه، بعد از حضرت سلیمان شیاطین برای اینکه بگن بابا این پیغمبر نبود، خدای قدرت نداره، ما نهایت قدرتیم، چیکار کردن؟ اومدن یک سری رمل و استرلاب و اینجور چیزا زیر تخت حضرت سلیمان قایم کردند. لذا اون کارهایی که حضرت سلیمان انجام میداده با چی بوده؟ به خاطر این تلسما بوده، اونم ما کمکش کردیم. ما مگر خدای وجود نداره که؟ خدا قدرتی نداره که؟ این حرف این هاست. کابالا چی میگه؟ کابالا عیناً اشاره میکنه. ببینید من نزدیک 10-15 تا نویسنده غربی خودش رو اینجا اسم نوشتم. عیناً اینها اشاره کردن که کابالا فقط اومانیسم و سکولاریسم رو داره باب میکنه. خدایی وجود نداره، انسان مطرحه. برگردیم یه اتفاق جالب، یه نمادگرایی خوشگل دیگه هم این وسط به شما بگم. حضرت سلیمان در روایات ما اومده و در کتب خود یهودی ها تعداد شیاطین، بزرگان شیاطین، اون کله گنده ها، مدیر کلاشون ها که به زنجیر میکشی و براش بردگی و حمالی میکنن کیا بود؟ چند تا بودن؟ 72. عدد قدرت در یهود و کابالا میشه چند؟ 72. اینو داشته باشین، تو دهنی های رو که خدا به اینها زدارم داشته باشین. چطور؟ میگه جادوگری دوست داری؟ یه حضرت موسی میفرسته، پدر همشون رو در میاره. میگه جنگیری دوست داری؟ یه حضرت سلیمانی میفرسته، پدر همشون رو در میاره. میگه فرزند بدون پدر میخوای، معجزه میخوای، این معجزه رو به ایسیس خدای مصر باستان نسبت میدی، یه مسیح میفرسته. گفتم حضرت مسیح فهم کن. ماجرای ایسیس رو شرح خواهم داد. این تو دهنی های بوده که تو تاریخونه. من اعتقاد دارم این 72 تارم خدا میگه اینها رو نماد قدرت میدونی؟ به تعداد شیاطین میگفتن اینا نماد قدرتن. 72 تا قدرت تعریف میکنن در کابالا. میگه نماد قدرت این انسانهایی بودن که در راه من، در راه بندگی من از همه چیشون گذشتن. کی؟ حضرت ابو عبدالله. اینجا تشیع میشه نقطه تیز در مقابل صهیونیسم. برمیگردیم به سر مطلب خودمون. اینها با زیر معبد سلیمان یه همچین چیزی پیدا کردن. ماجرا میگذره. اینها شروع میکنن قلعه سازی. قلعه سازی رو از کیا یاد میگیرن؟ از خود یهودیهای اونجا. میدونی یهودیها به قول خدای قلعه سازی بودن. ماجرا قلعه خیبر رو شنیدید. 20 تا قلعه بزرگ میسازن از ترکیه تا شمال مصر. یکیش قلعه کروک دو شوالیه است که فقط گوش بکنید، خیلی مطلب مهمیه. 60 نفر میتونستن از 2000 نفر به مدت 5 سال دفاع کنند اون قلعه. تا 5 سال میتونستن آذوقه توش نگه دارن. که این توسط مسلمان ها با یه نامه فتح میشه. با یه نامه تحت عنوان نامه از استاد بزرگ. استاد بزرگ به لقبی که به فراماسونه درجه بالا میدن. خب اینها به شدت ثروتمندن. پاپ برای اینا پول میفرسته، پادشاهان اروپایی برای اینا پول میفرستن، قدرت هم دارن. آقا پادشاه پول نداشته، براشون زمین بهشون میداده. میگفته تو اینجا کارتو بکن، به جنگ، تو آلمان زمین داری، تو فرانسه زمین داری، تو انگلیس زمین داری. طرف 4 سال میجنگید، برمیگردید میگه چی شده؟ یک فئودال بزرگ شده. بنیانگذاران بانکداری همینها هستن.
فرصت نیست، اینم باید شرح و بسط داده بشه. قابل توجه دانشجو اقتصاد و حسابداری این حوزه. به شدت اینا ثروتمند میشن، در حالی که از سال 1187 که صلاح الدین ایوبی در دره حاتم اینا رو شکست میده، دیگه شروع میکنه عقب نشینی کردن و تا امروز دیگه نتونستن بیت المقدس رو پس بگیرن یا به زعم خودشون معبد سلیمان رو پس بگیرن. آرزوشونه یک بار دیگه برگردن اونجا. هنوزه که ما اینجا نشستیم کامل نتونستن بگیرن. امروز بیت المقدس به لحاظ جمعیتی بیش از 75%شو گرفتن. بیت المقدس غربی که مال اوناست، شرقی هم که مال ماست، انقدر برداشتن توش شهرک سازی کردن، بیش از 50% جمعیت اونجا هم دارن. اما به طور کامل نتونستن، آرزو به دل ماندن. اینا برمیگردن. شوالیه های هاسپیتالر تحت حمایت کیان پاپن، شوالیه های تمپلر نه چندان. پادشاه ها شاکیان، میگن بابا ما این همه پول با سینا فرستادیم، رفتن همینجوری شکست خوردن. چی؟ این اصلا اتفاق خوبی نیستش. فیلیپ لوبل در زمان پاپ کلمنت پنجم دستور قتل عام شوالیه های تمپلر رو میگیره، رهبران اینها رو همه رو دار میزنن، میکشن فلان. ببینید به چه جرمی، خوب دقت بکنید، این جرمش خیلی جالبه. به چه جرمی؟ کودتا، فساد اقتصادی، اختلاس مالی، هیچ کدوم. ببینید، باردار کردن دوشیزگان، خوردن خاکستر مردگان، همخوابی با شیاطین، همجنس بازی، پرستش شیطان، جنگیری. اینا مال چیه؟ کابالا. اصلا ببینید، علاوه بر اون که دنبال دلیل سیاسی اقتصادی داشته واسه کشتن اینا، واقعا دلیل دینی هم داشته. چرا پاپ میاد از شوالیه های هاسپیتالر دفاع میکنه؟ چون بدبخته تو این حوزه وارد نشودند. میکشن، تمام ثروت اینا رو میگیرن میدن به شوالیه هاسپیتالر که بگن ما به ثروت شما هم چشم نداشتیم. شوالیه هاسپیتالر اول میرن توی قبرس، اینا آرما رو از مسلمان‌ها شکست می‌خورن، عقب نشینی می‌کنن. توی قبرس صادرات شکر رو می‌نازن. بعد از اونجا 1522 وارد، فکر کنم اشتباه نکنم البته، وارد یونان میشن. در جزیره رود یونان یک قلعه می‌سازن که یکی از شگفتی‌های قلعه‌سازی دنیا بوده. بعد از اونجا اینا رو می‌ندازن بیرون. تمام پادشاهان کشور اروپایی آرزو داشتن ببینن تو کشورشون که چی بشن، سرمایه‌شون وارد اونجا بشه. جزیره مالت رو پادشاه اسپانیا در قبال سالی یک باز شکاری به اینها میده. سالی یه دونه باز شکاری به من بده این جزیره مالت. هنوز کنوزه در کشور مالت هستن. شوالیه های تمپلر چی میشن؟ شوالیه های تمپلر فرار میکنن، میرن به اسکاتلند بعد از اون قتل و کشتار. اما کینه ای عجیب از کیا دارن؟ پاپ. سیستم حکومتی، از همه مهمتر هاسپیتالر ها. میگه پدر شما رو هم در میاریم به وقتش. در جریان انقلاب فرانسه، اینم بهتون بگم قبلش، هاسپیتالرها اونجا آکادمی دریایی رو میندازن. اولین کشتی که کفش فلزی بوده با 50 توپ رو اینها ساختن. اصلا همینا بودن الگوی کشتی سازی رو به انگلیس ها یاد دادن و بعدن استعمار دریایی شروع شد. توسط همینا بوده، از همینها یاد گرفتن. نیروی نظامی ثروتمندی دیگه. اینها یک مش صلیبی مؤمن معتقد نیستن. اینا تو ظروف طلا غذا میخورن، وقت غذا خوردن ارکستر زنده براشون مینوازند و فلان، و یه اشرافیتی پیدا کردن. در جریان انقلاب فرانسه که از صدر تا ذیل، تأکید میکنم از صدر تا ذیل، تمام رهبران فراماسون تمپلر هستند، پدر هاسپیتالر رو در میارن. میگن شما در قبال 12,000 فرانک لویی 16 هم رو فراری دادید. حمله میکنه. بعدها ناپلئون چیکار میکنه؟ جزیره مالت، تمامی گنجینه رو بر میداره، میرزه توی کشتی. زمانی که داره برمیگردونه تو سواحل مصر، خوب گوش کنید، انگلیس ها حمله میکنن و آب میره زیر ته دریا. تو الان هم پیدا نشده. شما گفتی ما باور کردیم، اینجا ما رو پیشینه ما یه چیزی نمشته. شما 5 تومانی رو هوا با 7 تیر 8 سلاخ میکنید. حالا یک کشتی گنجی که اینجوری شما دارید شهر میدون زیر آب تایتانیک رفتید و وسط اقیانوس کشیدید بیرون، اینجا کاری ندارید. نه، در خفا زد و بندای صورت میگیره. ثروت در اختیار تمپلرها قرار میگیره. اینها انقلاب فرانسه رو یاد انداختن. باز یه فلاش بک برمیزنم، برمیگردم به عقب‌تر. دوستان ببخشید، مسئله تاریخیه، بعد خیلی تئوریه، انشالله که خسته نشده باشیم.
خدمتتون عرض بکنم این حال قرن 14 فرار کردن رفتن به اسکاتلند، توی اونجا قدرت میگیرن، پادشاه اسکاتلند ازشون حمایت میکنه و لوژ والد ویگز رو به وجود میارن و قدرت امروز دنیا هم تو اروپا شمالیه. اگه شما فکر میکنی آمریکا و نمیدونم چی، اصلا اینا همش کشکه. تمام قدرت، تمام برنامه ها تو اروپای شمالی داره برنامه ریزی میشه امروز. بیلدربرگ جلساتش باید اونجا باشه. همین الان که ما داریم صحبت میکنیم اونا دارن بیلدربرگ چی داره؟ جلسه داره. خیلی هم مخفیانه است و پلیسای امنیتی. بعد بعضی از چیزها رو نگاه بکنید، بعضی از مدعوین، رئیس WTO، رئیس بانک اروپا، همه ثروتمندا. خب دوستان، اینها میدونید که ماجرا رو خب عبور میکنیم. اینها میان توی انگلیس، میدونید اسکاتلند، ایرلند، ولز، انگلستان در یک منطقه هستن، درسته؟ بریتانیای کبیر. اینها میان توی انگلستان نفوذ میکنن تا بالاخره سرتون در نیارن 1717 اولین لوژ فراماسونری رو از ترکیب لوژهای پیران و جوانان شکل میدن و در کمتر از 100 سال شبکه مخوف، مخفی و سرطانی فراماسونری تمام دنیا رو میگیره. تمام دنیا. شما تو ذهن سوال بابا انگلیس چطور تمام دنیا مستعمره شدن؟ از اون اندونزی، هنگ کنگ مال انگلیس بوده تا کجا؟ تا آرژانتین. در حکومت بریتانیای کبیر هیچگاه خورشید غروب نمی کند. چطور بوده؟ توسط همین شبکه‌ها. تو کشور خودمون مشیرالدوله‌ها، فروغی‌ها و امثال هم، میرزا ملکم خان، اینها سر دادن امتیاز به انگلیس‌ها با هم رقابت می‌کردن. دلیلش چیه؟ عضو این شبکه نحس و شیطانیه. این تاریخچه نسبیش میگذره، امروز هم هستن و تصمیمی گرفتند از سال 2007 به بعد. تصمیم فراماسونری مبنی بر این بوده که علنی بشه، خودش رو میخواد رو کنه، عمدی عمدی خودش رو داره رو میکنه که من و شما اینقدرم این رازآلود و اسرارآمیزه که خود ما بریم گیر این باشیم، درسته؟ بقیه برنامه ریزی که واسه ما کردن رو فراموش بکنیم. لذا تأکیدم بر اینه، بحثایی که الان میخوام مطرح کنم نسبتا جذابه. خب لذا خواهش ازتون میکنم خودتون مسحور اینها نشید، از بالا به این مسئله نگاه کنید. تمام شده است اینها، ما میخوایم برنامه پلن اصلی اینها رو بگیم. خب این تاریخچه نسبی اینهاست. عقایدشون، اعتقاد افراطی و بیش از حد به نمادگرایی. ببینید دارم تاکید میکنم، تحجر دارن، تعصب دارن. بنده یک مورد مثال سراغ ندارم که اینا یک کاری در دنیا کرده باشن نمادگرایی نکرده باشن. چرا؟ چون از کجا وام گرفته تفکر خودش رو؟ از مصر باستان. نمادگراترین حکومت و تمدن. راجع به نمادهاشون هم توضیح خواهم داد. اعتقاد به اومانیسم، ماتریالیسم و انترناسیونالیسم. خدای وجود نداره. اومانیسم انسان محوری معنا نشه، انسان خدایی معنا بشه. ماتریالیسم، مادیگرایی که خیلی جالبه با تورات و تلمود همخوانی داره. انترناسیونالیسم، جهان وطنی. احمدشاه خطاب به محمد علی فروغی وقتی داشت میرفت گفت تو یه جونوری هستی که اصلا کشور حالیت نمیشه، شما انسانهای جهان وطن هستید. ماسون بود محمد علی فروغی. 3. اعتقاد به کابالا و پرستش لوسیفر، شیطان در درجات بالاتر این شبکه به عنوان موجودی عینی و حقیقی، و اعتقاد به تورات و تلمود به عنوان مانیفست و کتاب هدایت انسان. در درجات پایین تر فراماسون، این ساختار سازمانش رو بهتون توضیح میدم، اینها اصلا به شیطان و اینجور چیزا اعتقادی ندارن، خدای رو قبول ندارن، اومانیستن، سکولاریستن، خدای وجود نداره، ماتریالیستن، مادیگران. اما در درجات بالا که استفن نایت میگه این درجه از 22 به بالاه، رسماً پرستش شیطان و ارتباط با شیاطین مطرحه. کتاب برادری استفن نایت. استفن نایت میدونید یکی از اعداد مورد علاقه فراماسون ها چیه؟ 33 هستش، درسته؟ استفن نایت 18 ماه بعد از چاپ کتابش در سن 33 سالگی خودکشی میکنه. خب ساختار سازمانی، ساختاری به شدت پیچیده داره. یعنی همین الان که شما نگاه میکنی بالاخره نمیفهمی لوژهای آلمانی و فرانسوی و امریکایی و نمیدونم اسکاتلندی اینو با هم خوبن، با هم اختلاف نظر دارن ندارن، چطوره. در کل اینو بهتون بگم، در تاکتیک ها شاید اختلاف نظر داشته باشن، اما در استراتژی ها هرگز. و همه اینها نگاه کنید، این چه اون چه که امروز دارم خدمت شما عرض میکنم یک بخش کوچک از هرم قدرت صهیونیسمه.
صهیونیستا نیاز به نخبگانی داشتن که توسط اونها دنیا رو اداره کنن. اینها کیا شدن؟ فراماسون ها. یک بخش کوچک اتاق مغز اینجاست، تینک تنگ هاست، اتاق فکر اینها هستش. فکر نکنید فراماسون تو خود فراماسونی گیر کنید، بعد فراماسونی رو پروندهشو بپیچیم بریم جلوتر تازه ببینیم بقیه ماجرا چیه. لوژه هاشون معمولا 33 درجه است، یعنی مثل این نظامی ها که درجه میگیرن، کسانی که درس میخونن درجه 1 تا 33 بالا میرن. لوژه های 99 درجه ای هم داریم در کشورهای عربی هستش. جالب اینجاست، یعنی سرسپردگی در کشورهای اسلامی بیشتره. و جالب تر این که در بعضی از لوژه های عربی از درجه این درجه اولش که اون شاگرد تازه وارد اسمش هست، موسوم به همین مطلب هست، اونی که تازه وارد میشه تازه درجه 33 یه لوژ باید باشه. ببینید چه افتضاحی، چه شلم شوربایی به قولیم. این ساختار سازمانیشون به طور خیلی خلاصه، چون به من کاغذ دادن گفتن سریعتر بریم تو به مسائل اصلی برسیم، من یه فاکتور میگیرم. جمعیتشون هم بالغ بر 7 میلیون نفر تا الان پیش بینی میشن. تا دهه 80 6 میلیون پیش بینی میشدن، 4 میلیون در امریکا، 1 میلیون در انگلیس و 1 میلیون در کل جهان. احتمالاً الان همون ضریب رشد کرده باشه، یعنی 7 میلیون همینطور خودتون تقسیم بکنید ببینید چی میشه. نکته بسیار بسیار مهم، رازداری محض و نبود اطلاعات جامعه در مورد فراماسون هاست. ساختارشون ایجاب میکنه که رازدار باشن. شاگرد تازه وارد اگر لو بده رازو درجه اوله ها زبانش بریده میشه. درجه سوم روده هاش رو بیرون میکشن. شما فکر کنید درجه 25 چه بلایی میخوان سرش بیارن. تو خود بخوان حدیث مفصل از این فلان. اما اهداف اینها، اطلاعات جامعه اینو بهتون بگم، در مورد فراماسونری برخلاف ادعایی که میشه هیچ اطلاعات درست حسابی وجود نداره. چون 90 خورده ای درصد، به جرات میگم بیش از 90 درصد کتابایی که در مورد فراماسونری نوشته شده کیا نوشتن؟ خود ماسون ها نوشتن. و دائم دارن اطلاعاتو تغییر میدن. یعنی چی؟ شما میای مثلا ببینید یه معمای خیلی سخت رو من همیشه مثال میزنم، هر جوری باشه به شما بدن بالاخره میتونی حلش بکنی، چون یک انسان اون رو طرح کرده میتونی حلش کنی. اما اگر هی دائم بگن آقا x رو 2 بگیر، نه آقا x رو 5 بگیر، ساده سا y مساوی x علاوه 2، اما اگه دائم بخواد تغییر بده دیگه نمیتونی حلش بکنی. اینا دارن این کارو میکنن. یو یه بار میان میگن زیر اونجا ما حضرت نسب حضرت مسیح رو پیدا کردیم، اولاد حضرت مسیح رو پیدا کردیم. یه بار دیگه میگن نه اونجا گنج پیدا کردیم، الان گنجینه ملی سه هم داره ساخته میشه، باز میخواد به معلومه چی بگه. یه مورد براتون مثال بزنم، اینها میان میگن ما صدام رو بعد از 33 سال حکومت چیکار کردیم؟ برکنار کردیم. برای من پژوهشگر 33 کده. سنسورم فعال میشه. میگم ایچ جالب. بعد یه خورده میگذره، کسی هم نمیاد یه تحقیق لطف عنایت بفرماید که ببینه صدام 26 سال بیشتر حکومت نکرده. دارن مثل چی دروغ میگن اینا؟ یه جمع تفریق میخواد، اومدن صدام رفتن صدام هر جوری حساب کنی، معاون رئیس جمهور شدنش هم حساب بکنی 33 سال نمیشه. یه خورده میگذره یهوی میگن صدام فرزند نامشروع هیتلر بوده است. دیگه هنگ میکنه آدم. آقا جریان هیتلر یه معشوقه داشته، از اون بچه دار میشه، بچه‌شو میگه نکشید، میبرن تو عراق بزرگش میکنن. یک خورده دیگه میگذره میگن هیتلر خودکشی نکرده است. بررسی جمجمه هیتلر نشون میده جمجمه متعلق به یک زنه. دیگه هنگی، دیگه نمیتونه ادامه بده از اینجا. چه بماند که بعدن قرار چی بگن؟ و گفتن سی ان ان اعلام کرد اون که اعدام شد صدام نبود، میکائیل رمضان عبدالله بدل سوم صدام بود. یهوی 5 سال دیگه هم بگن یه جسد یه پیر استخونای صدام آوردیم دیدیم متعلق به یه پیرزنیه. دیهنگی شو میخواد تحقیق بکنه اینجا. اینجوری میان فضا رو آلوده میکنن. تو نمیتونی کاری بکنی تو این فضا. فضا آلوده است. اطلاعات سالم نیست. به شدت رازدار، سیکرت، شبیه دستگاه امنیتی کار میکنه، هیچی هم نداری. میخواد چه کار کنی؟ هیچ. استفن نایت تو کتابش مینویسه درجه 1 تا 3 رو ولش کن. اصلا کسایی که درجه 1 تا 3 هستن باید به خدا اعتقاد داشته باشن. اساسنامه فراماسونری میگه. باید به یکی از کتب دینی اعتقاد داشته باشن، به قرآن، تورات یا انجیل. اما بیش از 90 درصد ماسون ها از 30 پله بالاتر از خودشان خبر هم ندارن. اونجا به بعد اسم چی میشه؟ ببین شاگرد تازه وارد ابزاریار، استاد معمار، چهارم میبین اسمش چی میشه؟ استاد پنهان. مثلا اسم عوض میشه. اینم راجع به ساختارشون. اهدافشون چیه؟ پلورالیزه کردن و ریشه‌کن کردن تمام ادیان الهی و ارائه دینی واحد که احتمالاً همان کابالا باشه.
و دینی که بیشترین شباهت رو در ادیان به کابالا داره میدونید کدام دینه؟ بودیسم. بسیار شبیه. حالا 2000تون میفته. جلسه ماه قبل چی بود در مورد پروژه 2012؟ آقای صلواتی اینجا گفت من نمیدونم چرا انقدر به این بودا گیر دادن اینها. اینو زمانی شما میفهمید که کتاب آنتی کرایست یا دجال نیچه رو خونده باشی. نیچه، کتاب‌های نیچه مانیفست فعالیت اینهاست. نیچه قشنگ گفته دیگه خدا مرد. تو این کتاب ببینید چی میگه. میگه دین بودا بسیار بسیار مترقی تر از اونه که اروپایی‌ها بفهمن حالا پیرو این دین نخواهند شد. یعنی سطح فهمشون پایین تره. و اصلا مسیحیت رو میشوره میندازه رو بند تو این کتاب. خدا تو کتاب اصلا اعلام میکنه که خدا مرد، ما قاتل قاتلان هستیم، ما خدا رو کشتیم. بخش 16ش رو بخونید تو اونجا با بودا و مسیحیت رو توضیح میده. و ارائه دینی واحد که این هم شروع شده عزیز دل من، دیگه از این بعد وارد حوزه های ممنوعه میخوایم بشیم، تو کشور خودت هم شروع شده، در تمام دنیا شروع شده. ارائه دینی واحد. آقا مگه میشه تو ایران تو بیایی در مورد اسلام در مقابل تشیع؟ بله میشه. چطور؟ اولین نقاط جیز تشیع و اسلام رو ازش بگیر. چی هستن اینها؟ شلاق، حد زدن، قصاص، امر به معروف، نهی از منکر. اینا رو ازش بگیر. اگر قرائت رحمانی از دین داشته باشی شرایط فرام. مگه دین بودا چی میگه؟ میگه همه چی خوبه، گل و بلبل، همه چی خوب، بد نداریم. هر کی هر عقیده‌ای داره، آقا بج هم جنس باز کنار شیعه کنار سنی با هم دیگه راحت مسالمت و می زندگی بکنید، ایرادی نداره، مشکلی پیش نمیاد. شروع شده. عرفان‌های نوظهور دارن به همین دامن میزنن. شما نگاه بکنید وجه اشتراک دوم اینها چیه؟ همشون گل و بلبلن. بعدی وجود نداره. کسی نزنی، دست به کسی نزنی. همه خوبن، همه خوبن. به لحاظ امنیتی اشاعه این فرهنگ یعنی جنگ. عزیز من روک دارم بهت میگم، کشور رو که بخوان روحیه شهادت طلبی رو ازش بگیرن چیکار میکنن؟ بخوان باش بجنگن قبلش روحیه شهادت طلبی رو میگیرن، جهاد رو ازش میگیرن، سلبیات دین رو میگیرن، فقط ایجابی ها باشه. شروع شده، خیلی واضحه. از حرم شمس دیگه از این توضیح بیشتر از این اشاره کاملتر نمیتونم بکنم. مسئله بعدی، سلطه کامل بر منابع اقتصادی و نیروی انسانی جهان. که شک نکنید نقطه بعدی اینها چینه. بنده اعتقاد کامل دارم به این. چرا؟ امروز زبان اول دنیا چیه؟ انگلیسی نه؟ نه خیر، چینی. از هر 4 نفر در دنیا یک نفر چینیه. به این دقت کردی تا حالا؟ زبان اول دنیا، زنده دنیا چینیه. 400 میلیون نفر انگلیسی حرف میزنن. حالا میفهمی که چرا اون چین کمونیست سوسیال نگه داشته شد. حالا میفهمی که چرا اون چین باید حق وتو داشته باشه. حالا میفهمی که یهودی که یه قرون یه چیکه آب از لا انگشتش به چیکه با زبون لیسش میزنه، اجازه میده چین قدرت اقتصادی بشه. سلطه بر منابع جهان و نیروی انسانی جهان. در اقتصاد 5 ام داریم. اینها باید تحقق پیدا کنه که تو حاکم بر دنیا بشوی. ماتریال، ماده، ماشین، ماشین تکنولوژی، من، نیروی کار، مانی، پول و متد، روش. اینها همه رو دارن، منه رو ندارن. منو نمیگم، اون یکی منو میگه. نیروی انسانی بهترین جا چین، نیروی انسانی ارزان. بعضی از کارگرهای چینی در قبال 12 ساعت کار ماهانه 20 دلار حقوق میگیرن فقط. 20 دلار. هدف سوم، تخریب بیت المقدس و قبة الصخرة و ساخت هیکل سلیمان و به حکومت رساندن آنتی کرایست، دجال به عنوان پادشاه جان و حاکم بر تمامی انسان‌ها و جنیان به پیروی از سلیمان پیامبر. میخوان یک بار دیگه آرزوشون رو برگرده معبد سلیمان. نحوه عملکرد اینها چیه؟ جذب نخبگان در تمامی حوزه‌ها در لوژهای فراماسونی در سر تا سر جهان. 2 نفوذ در دستگاه‌های تصمیم‌ساز، علل خصوص دستگاه‌های امنیتی، فرهنگی، آموزشی و قضایی. تعریف و ایجاد فضاهای کاذب و هیجانی برای انحراف افکار عمومی و فعالیت در خفا. تا همین 10 ژوئن، یه هفته پیش، عزیز دل من، خبر اول دنیا چی بود؟ کاروان آزادی. الان چیه؟ جام جهانی. باریک. چقدرم جالب. 11 ژوئن باید شروع بشه. 11 عدد فراماسونی. استفاده گسترده از علوم غریبه و جنگیری و کسب قدرت از طریق خودفروشی به شیاطین. این چیزی که همینا تو کشور ما بعضی دارن انجام میدن.
یه سری از همین جنگیرها و شیطان پرستا همین کارو دارن انجام میدن. البته قدرتی هم که به دست میارن به درد خودشون میخوره، هیچ تأثیری نداره. یه نکته خیلی جالب بهتون بگم، فرمانده ارتش اسرائیل در جنگ 33 روزه یه حرفی میزنه، کد عجیبیه. ببین چی میگه؟ میگه برای اولین بار در جنگ تموز نتوانستیم توسط نیروهای نامرئی خودمان فکر نظامی طرف مقابل را بخوانیم. گبی اشک ناز این حرفو میزنه. منظورش چیه؟ شیاطین. نمیتونی بخونی چون آیه قرآن داریم. ما حصار کشیدیم دور مؤمنان خودمان. شیاطین راه ندارن به این حوزه. شما فکر کردید برای چی بسم الله الرحمن الرحیم ممنوع شده در کشور اسلامی؟ آمریکا 3 دستور داد، چرا ما اینو از اینا به این سادگی میگذریم؟ دونه دونه رفتارهای اونا رو باید آنالیز بکنیم، حرفای اونا رو باید آنالیز بکنیم. ببین چیه؟ حسب جهاد از کتب درسی، حسب شهادت از کتب درسی. خب این دو تا معلومه، اگه حسب بشه تو راحت میتونی یه کشور رو بگیری، درسته؟ منطقی. سومی چیه؟ حسب بسم الله الرحمن الرحیم از ابتدای کلی امور. این مهمه. خب بسم الله الرحمن تو چیکار داری؟ بسم الله الرحمن الرحیم با تو چیکار داره؟ الا این که من اعتقاد دارم بسم الله الرحمن الرحیم چه بلای سر اونا میاره. این فیلم بدنه دروغ‌ها رو که این هنرپیشه ایرانی با دکاپریو بازی کرد دیدید دیگه؟ توی اونجا آقای دکاپریو نشسته، 2 نفر دیگه هم نشستن، یه برگ فکس وسط رو میزشونه، بالاش نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما شک می‌کنی دیگه، میدونی بسم الله الرحمن الرحیم بابا اینا رو می‌سوزونه، پدرشون رو در میاره. پاوز می‌کنی، می‌کشی جلو، نگاه می‌کنی، می‌بینی نوشته بسم الله الرحمن الرحیم. عوض شد. تو عربی اعه بشه فاتحه همه چی خونده میشه. نباید استفاده کنی، ممنوعه اصلا بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اینا تو کشور اسلامی فونت‌هایی رو طراحی کردن که بسم الله الرحمن الرحیم وقتی مینویسی مینویش نوشته میشه بسم الله الرحمن الرحیم. یه اشاره محکم میخوام بکنم برای اهل فن، بیشترم توضیح نمیدم، پس خوب گوش کن. بسم الله الرحمن الرحیم فرق میکنه با بسم الله الرحمن الرحیم و با بسم الرحمن الرحیم یا با بسم الله الرحمن یا با بسم الله الرحیم. خیلی فرق میکنه اگر از ابتدای بیانیه تو ایران بیاد. میگذریم. نمادها، اول اعداد مقدسشونه. از این بعد اگه خسته شدین دوستان؟ خب الحمدلله حاج آقا دیگه کاغذ من ندیه، خسته نشدن. خدمتون عرض بکنم که یه خوردن بحث جذابتر و شیرین‌تر میشه از این به بعد. نمادها اعداد مقدسشون هست: هرم و تک چشم جهانبین، گونیا و پرگار، دست شاخدار یا کورناتو، الههای مصر باستان، آبلیسک، برخی از حیوانات، ستاره ششبر. اول از اعدادشون شروع میکنم. ببینید دوستان، اینجا در این جلسه قصد بر اینه که شما خودتون فراماسونر و فراماسونری شناس بشید ها، ماهیگیری یاد بگیرید. اعداد مقدس اینها: 1 9 2 11 3 13 4. مضارب عدد 11 خصوصا مضرب 3. دلایلش چی عرض میکنم؟ زمانی که میگن اینها به شخصی به اسم هیرام اعتقاد دارن، میگن معبد سلیمان کی ساخته؟ هیرام ساخته، که بعد از مرگ سلیمان از ولایت بردگی برای سلیمان رهایی پیدا کرد. ببینید یه چیز خوشگل بهتون بگم، فریمیسن یعنی چی؟ معماران آزاد. ما به بردگی کشیده شده نبودیم، ما به بند کشیده شده نبودیم. We are free. ما آزاد بودیم. معبد سلیمان رو کی ساخت برای حضرت سلیمان؟ کی؟ بگین. بله، شیاطین و اجنه. میگه بهش قواسی میکردن، مروارید میوردن، خونه میساختن، فلان میکردن. میگه ما بردگی نمیکردیم. We are free. ما آزاد بودیم. البته یه دلیل تاریخی دیگه هم داره. فراماسون ها این بنایان وقتی برمیگردن تو اروپا شروع میکنن قلعه سازی، که یهودی ها یاد گرفته بودن، شروع میکنن قلعه سازی کردن. معماری گوتیک، معماری که چهار وجه دیدید، این فیلمای قدیمی انگلیسی اگه دقت کرده باشین، کنت نشین ها و دوک نشین ها را دیده باشید، چمنزار یه قلعه اون وسط که برج هاش و اون چهار تا قلعه دور اطراف این قصر چهار وجه نوکش یه هرم داره تیزه، ما میگن سبک گوتیک. بنیانگذارش همینا یاد دادن. حالا بنیانگذارم نباشن چون من دقیقاً اطلاع خوب از معماری ندارم، اینا خیلی این رو دامن زدن بهش. و البته اون چهار وجهی که بیاد بالا نوکش هرم بشه، بعدها اسم دیگه ما براش پیدا کردیم. چی؟ آبلیسک. احسن. این آقای هیرام یه چیکار میکنه؟ میگه برای اینا داشته معماری میکنه. هیرام اومد معماران رو 3 دسته کرد، کارگرا رو: 1 شاگردا، عمله ها.
اونایی که الان مثلا فرغون میارن ماسه میکشن میارن ملاتی در همین حد. یه خورده اوستاتر میشه طرف میشه ابزاریار وردست و اوستا وای میسه. یه خورده اوستاتر میشه خود استاد، استاد معمار. سه دسته کرد که قرار معبد سلیمان رو بسازن. بعد اینا قرار بود برن حقوق بگیرن دیگه، آخر روز که قرار حقوقشون رو بگیرن اومد واسه هر کدومون اسم رمز گذاشت، گفت توی که استادی مثلا برو فلان کلمه رو بگو میفهمن استادی بهت حقوق چی میدن، استادی میدن. چهار پنج تا از این عملها جمع شدن گفتن بریم این هیرامو دمشو ببینیم شاید تونستیم بخریمش دیگه. اسم رمز استاد رو گفت ما میریم خودمون قاطی استادا جا میزنیم میریم ما پول حقوق استادی میگیریم. اینا اومدن، هیرام هم یک انسان بسیار مثلا فرهیخته و شایسته هرگز از این خیانت ها نمی کنه، اومد چیکار کرد؟ گفت اصلا و بعد من بمیرم سرم برم چنین کار نمی کنم، راضی نشه. اینا چاقو کشیدن و قصد تهدید داشتن، دیدن فایده نزدن کشتنش. نه نفر از فراماسون ها گوش کن، عدد نه، نه نفر از بناهای معمار استاد طبقه درجه 3 اومدن جمع شدن رفتن سراغ هیرام، دیدن ای بابا این تیکه تیکه شده افتاده رو زمین، تیکه ها رو چسبوندن به هم، هیرام زنده شد. تا اسطوره است دیگه، هیرام زنده میشه و دوباره روزگار به خوبی و خوشی میگذره. این نه برای همینه. الان تو لوژهای فراماسونری استادی که بالا میز میشینش، لوژهای فراماسونری برای اینکه بدونید شبیه به دادگاه هاست. این دادگاه هایی که الان میبینید عموما همشون رو از به قولی تأثیر تحت تأثیر لوژه فراماسونری ساختن. بعد 9 بار چک کوشش رو بزنه، زنجیره 9 نفره فراماسونری و دلایل دیگه هم داره. عدد بعدی 11، بسیار بسیار مهم و مهمترین عددشونه 11، به خاطر اینکه به دو ستون جلوی معبد سلیمان اشاره داشت. اینا اعتقاد داشتن جلوی معبد سلیمان دو تا ستونه، بواز و جاشین، یکی قرمز اون یکی سفید. بواز ستون سمت چپی و جاشین ستون سمت راستیه. ببینید دو ستون و کف شطرنجی، شطرنجی سیاه و سفید، ترجیحاً اگه نباشه سفید و آبی، سیاه و سفید و دو ستون از این گیته که شیاطین وارد میشن، اجنه از این گیت ورود پیدا میکنن. امروز شما میدونید این جنگیرهایی که تو دل دهات این مملکت دارن جنگیری میکنن، دو سه تا ابزار کار دارن، یه کاسه آب میارن وسط میذارن و یه آینه میذارن و دیگه چیه؟ صفحه شطرنجیه. صفحه شطرنجی میذارن وسط، میگن تو این نباشه اصلا نمیشین، ما نمیتونیم جن رو احضار بکنیم. من نمیدونم اونجا، نمیخوام حکم بدم، بخاطر اینکه من حکم دینی بلدم نه مرجعم، خدای نکرده هیچی، اما میگم نکنه ها، نکنه در اسلام که میگه نگاه کردن به صفحه شطرنج فلانه دلیل این باشه ها. چون مشروب مگه حرام نیست؟ چرا؟ چون 24 ساعت بشین نگاهش کن هیچ ایرادی نداره، یه سال بشین نگاهش کن، چطور که به صفحه شطرنج نگاه کردن مشکل داره؟ خیلی عجیبه. من نمیدونم، میگم شاید، حکمی نمیدم، بسوار نهی بگی فلانی گفت حرام نیست و یکی گفت حلال و فلان، هیچ حکمی نمیدم، میگم شاید. خب علاوه بر اون 11 جز معدود اعدادی که اگه به چرخه دوباره همان 11ه، یعنی تغییری نمیتونی درش به وجود بیاری. عدد 13 رو میسپرم به خودتون، اما سورس بهتون میدم برید مطالعه کن چون وقت تنگه، دلایل مختلفی داره، یکی دو تاشو میگم یکی میسپرم. یکیش همین ماجرای ایرانی کشی در عید پوریم هست که در روز 13 فروردین در تلمود دفتر استر آمده که 77800 ایرانی ما کشتیم. چون روز 13 تونستیم مخالفانمون از بین ببریم، ما 13 مقدسه برامون و برای من و شما هم چیه؟ نحسه. برای مسلمان نحسه، برای ایرانی نحسه. قبل از اسلام هم ما سیزه بدر داشتیم، سیزه بدر هم میریم بیرون به خاطر اینکه یک بار دیگه تو خونه هامون قتل عام نشیم. 13 برای مسیحی ها چرا نحسه؟ به خاطر اینکه 13 نفری بود یهودا اسکاریوتی که مسیح رو لو داد، درسته؟ برای مسیحی هم نحس میشه. الان شما میدونید صندلی هواپیما 12 به علاوه 1 مینویسن، اصلا از 12 میپره 14 بزن. اما در این همین موضوع که برای عمومی فرهنگ ها این نحسه، برای یهود و فراماسونری چیه؟ مقدسه. این که انقدر من یهود یهود میکنم الا قلیلن رو هم میذارم کنار، و واقعا کسانی هستن در کشور خودمون که جز این مطالب نیستن، اصلا رژیم صهیونیستی رو به رسمیت نمیشناسن، قتل و کشتارش رو هم همیشه اعلام کردن و از آن داشتن که اینها انسانهای صفاکی هستن. از دل یهود هم انسان‌های چیز به وجود میاد. مگه اسرائیل شاه که یهودی نبود؟ یه کتاب می‌نویسه بیداری من، یا آقا من حسابم جدا کنید از این صهیونیست‌ها. اگه داریم میگیم منظورمون صهیونیسمه و صهیونیست‌هاست.
و مزارع به عدد 11 خصوصا مزرب 3. چرا؟ چون 3 پله ابتدایی چی بوده؟ ماسونری بوده، معبد سازی بوده. 11 ضرب در 3 میشه 33. حالا دوزاریتو میفته که چرا جنگ لبنان 33 روز باید طول بکشه. حالا میفهمی که چرا جنگ غزه 11 ضرب در 2 باید طول بکشه. حالا میفهمید که چرا 11 سپتامبر 11 ماه نهم اتفاق میفته. 911 روز بعدش انفجارهای مادرید. کشور اسرائیل در طول و عرض تلاقی 33-33 درجه زمین باید واقع بشه. 4 جای دنیا تلاقی 33-33 درجه داریم. کجا؟ دو تاش وسط اقیانوس، دو تا کشور میشن. یکی اسرائیل و یکی آفریقای جنوبی. ما انقلاب کردیم با دو تا کشور ارتباط سیاسی نداشتیم. کدوم کشورها بودن؟ دقیقاً همین دو کشور. آقا یعنی شما میخوای بگی مسئولین ما آگاه بودن اینا در طول و عرض 33 و فلان؟ نه. شاید نه. میدونید چیه؟ ما نگاه کردیم دیدیم اینا چی ان نجات پرستن. حکومت‌های آپارتایدی تشکیل دادن. خب آفریقا جنوبی حل شد، ما روابط برقرار کردیم، این اسرائیل هنوز به کارهاش داره ادامه میده. دلیل خب نجات پرست بودن اینها چی بود؟ به خاطر اینکه صهیونیست ها علاقه داشتن تو این نقطه از کره زمین زندگی کنن. این همه جزیره برمودا، برمودا واسه تو میگه نامش کشکه. جزیره برمودا برای اینا مقدسه که شد تو عرض 33 طول 66 قرار گرفته، دو تا 33. وقتی من به شما میگم اینا دیوانه وار نمادگران، برای همین تعجر دارم به پیر به پیغمبر بکشیشون نمادگیرشون ول نمیکنن. اصلا من میگم یک مورد مثال نقص سراغ ندارم. خودش میخواد به ایران حمله کنه، همه کارشناسان نظامیش میگن کبیر سمنان. کجا حمله میکنه؟ کبیر طبس. واسه چی؟ مدار 33 درجه قرار گرفت. بمیره این نمادگیرایشو داره. 21 دسامبر 2012 جمع بکن عددشو میشه چند؟ 11. 11 ژوئن بازی جام جهانی رو آغاز میکنن اینها. این اصلا بمیره اینو استفاده میکنه و نخواهد داد هرگز. خب بله، عدد 9 در بهائیت هم هستش. بله، حتی از آن میشه که دلیل این که از بهائیت عدد 9 رو استفاده کرد ستاره 9 بر به خاطر همینه. اینم بهتون بگم، نگاه کنی، ستاره 5 بر مال شیطان پرستا، 6 بر مال صهیونیستا، 7 بر مال یهودیا، 8 بر سوای شمس رو میگم. ستاره 8 بر صلیب، شبیه به صلیب 8 گوش میشه برای شوالیه های تمپلر. 9 پرم که مال بهائیه، یعنی ما کلا ستاره رو ببوسیم بذاریم کنار دیگه، خطرناکه. هر کدومو بخوای برداری یه چیزی از توش در میاد. نه بابا، دهن زدن سکه ها به دریا نجسه میشه. شما الان بری پیش علامه حسن زاده عاملی هم بگی واسه من هرز بنویس، ستاره 5 پر وسط میکشه. شرف و شمس مگه ستاره 5 پر نداره؟ خب آقا حضرت علی 13 رجب به دنیا اومده، موچتو گرفتم چی مثلا؟ حالا گفتیم حالا چون اینا 13 استفاده قرار بوده بکنن، یا از خدا حواسش جمع باشه اتفاقات دن. برعکس گفتم سنت الهی بر چیه؟ تو دهنی زدن به این هاست. برعکس اگه حالا 13، اگه اینجوری بخوام 33 بار میگیم سبحان الله. حالا اینه، حالا که اینجوری میخوام. برعکس من همیشه میگم، من زمان دبیرستان درس میخونیم، دو سالش شماره دفتر نمرم 13 بود، چون هیچ استادی جرئت نمیکرد ما رو صدا بکنه. بسیار برای ما خوشی اون بود. از اول سال تا آخر سال نشستیم فقط امتحان پایان ترم میدادیم. خب دوستان، این هیرام هستش که بسیار براشون مقدسه. کتابی هم نوشتن دو نفر ماسون به اسم کلید هیرام، کریستوفر نایت و روبرت روماس. این ایسیسه. ببینید خدای را خوب گوش کنید، ماجراش بسیار بسیار جالب، شیرین، خنددار و در این حال بسیار بسیار مهمه. خدای آسمان، خدای خورشید را 4 تا بچه داره. ایسیس، اوسیریس، نفتیس، ست. 2 تا پسر، 2 تا دختر. ایسیس با اوسیریس ازدواج میکنه، الگوی ازدواج با محارم که همین الان متاسفانه در همین بهائیت هست. در بهائیت هست اما گویا این کار رو نمی کنند. من حقیقت رو آدم باید بگه، اما هست، چون 15 ژانویه 2007 اصلا بیت العدل اینا چی داد؟ اشتباه نکنم 2007 دارم، بیانیه داد که در مورد ازدواج با محارم سوای مورد ازدواج با زن بابا که حرام است، آ بغیر چیکار کنین، نوشته بود فعلا به عهده نفوس مؤمنه است، هر کدوم دلتون خواست میتونید بکنید. میدونید در یهودیت هم نفوذ کرد و از طریق یهودیت در دربار هخامنشیان، در زمان هخامنشیان وارد چی میشه؟ ایران باستان میشه. این کمبوجه با خواهرش ازدواج میکنه، این ویس و رامین، این عاشق و معشوق، اینا خواهر برادرن در شعر و ادب ما هستش. حالا ای حال میگذریم، ایسیس با اوسیریس ازدواج میکنه. پس پادشاهی را قرار برسه به این دوتا. ست شاکی میشه، میگه ما اینجا بشینیم بغل شما همه چی رو
به قولی صاحب بشین، یواشکی یه روز این اوسیریس رو میبره لب رود نیل میزنه میکشدش، 14 تیکش میکنه به خاطری هم که این که گویا اصلا این به هم چسبوندن اعضای بدن و زنده شدن شایع هست در بین این اسطوره های مصر باستان، میره چیکار میکنه؟ میبره هر کدوم یه بره دنیا قایم میکنه که این یه اصلا ایسیس نتونه پیدا کنه. ایسیس با نفتیس با خواهرش میفرسن میگن بابا این یارو ست نامرد داشت با اوسیریس اینوری میافتن سمت رودین، میگه نکنه رو بلای سرش بیاره، میره بله یه تیکش اینجاست بقیه تیکه ها نیست، میره میگرده خانم ایسیس الهه با حاصل خیزی و باروری در مصر باستان، میگرده 13 تا تیکه بیشتر نمیتونه پیدا کنه، فقط 13 تا تیکه میتونه پیدا بکنه، یک تیکه اصلی رو نمیتونه پیدا بکنه. و عذر میخوام ازتون، مبحث تاریخی است مجبورم بگم، آلت تناسلیه اوسیریس رو نمیتونه پیدا کنه، معلوم نیست نامرد کجا برده بوده، انداخته بوده، قایمش کرده بوده. لذا میاد اینها رو به هم میچسبونه با نفتیس، با اوسیریس نزدیکی میکنه و بچه دار میشه. خب این غیر ممکن هست، چطوره؟ میگن شیطان حلول کرد در بطن و رحم ایسیس و هروس به دنیا آمد. اوسیریس وقتی زنده میشه بعد از زنده شدنش و این اتفاق میره به دنیای غرب، میره اونور رود نیل، میشه خدای مردگان، خدای سرزمین مردگان. 13 یکی دیگه از دلایل تقدسش اینه که گفتم خدمتتون عرض خواهم کرد. ایسیس نمادش میشه اوسیریس نمادش میشه خرگوش و نماد زندگی جاودان پس از مرگ و فلار. این ایسیس هستش که شما به چند تا نکته رو باید دقت داشته باشید. یکی این آنخ که در دست اینها هست، درست میبینید؟ یکی تصویر شاهین در اینجا که نماد هروس هست، یکی دو شاخ که در از بین اینها خورشید طلوع کرد. این تصویر دیگه از ایسیس که اینو با خورشیدی که روی سر داره بشناسید، در مقابل کی؟ نفرتیتی، همسر ایخیناتون. این اوسیریس هستش. باز هم شما این آنخ که در دستش هست ببینید، همون کلیدی که دست کاهنای مصر باستان تو سریال حضرت یوسف میدیدید. تک چشم رو هم اینجا عنایت داشته باشید. این ست هنگام کشتن اوسیریسه. این ریش اوسیریس هم اخیراً باب شده، خیلی مود شده. را خدای خورشید در مقابل هروس که به صورت شاهین نشونش میدادن و بقیه خدم و حشم به قولی. در آخر خدای خورشید وقتی باشه خدای ماه هم براشون ساختن. در مقابل را خدای خورشید خدای ماه توت رو ساختن. به شکل لکلک نشون میدن چون منقار شبیه هلال ماهه. اون که نمیتونه عذب باشه. یه همسری هم به نام خدای نظم و سامان براش میسازن برای خدای ماه توت. خدای مات این هست. مسئول نظم و سامانه. نفتیس خواهر دیگه اینها دلیل داره اینها رو دارم بهتون معرفی میکنم. چون اینها به وفور امروز شما دارید میبینید تو فرهنگ غرب. فرهنگ غرب که ریشه در اروپا داره امروز شما دارید همینها رو میبینید. این هروس که به شکل شاهین نشون میدن. خدای را اینا اعتقاد داشتن خدای خورشید از مشرق طلوع میکنه، در مغرب غروب میکنه. حالا صبح چجوری از اون ور میاد این بدبخت بیچاره، نه حرکت وضعی میدونه چیه، نه انتقالی میدونه چیه، هنگ کرده. میگفت از زیر زمین میره با مار و عقرب و کژدم و فلان این چیزا میجنگه، دوباره از اون ور میاد بیرون. فقط کافی بود یه خسوف یا کسوفی بشه آقا. یک داستان ها اینا دیگه میساختن برای خودشون که نظیر نداره. بعد اینو در قایق میذارن چون در رود نیل قایق دیده و میگذریم. اینم چون در دربار فرعون خدم و حشم دیده برایش در نظر میگیره. امروز شما فقط کافیه خیلی ساده یک تایپ بسیار آسان و ساده در کجا داشته باشی؟ در گوگل ایمیج فقط بنویسید ایسیس، ببینید چند تا شرکت در دنیا به اسم ایسیس به ثبت رسیده. البته با توجیه ها، نمیدونم اینترنشنال سیستم، نمیدونم فلان به همان، یعنی مخفف. خود مجله ISI اصلش چی اسمش؟ ISIS اسم اصلیش دیگه اینا ایسیسه، که اینجا اصلا تصویر خود ایسیس رو هم میبینید. عذر میخوام، آلت گم شده اوسیریس میشه آبلیسک و تأسف باره اگر به شما بگم در عموم کشورهای دنیا این پرستیده میشه. در کشورهای غربی این در مصر باستانه، بنای یادبود ماسونی جورج واشنگتن، آبلیسک پارک مرکزی نیویورک. این در فرانسه هستش. خیلی عجیبه ها، اینا اروپایی هم دارم تحکیف فکر میکنن اینا خدا نداشتن خودشون از این خدایان، تا دلتون بخواد خدا داشتن اینا، آب، برق، گاز، تلفن، خورشید، ماه، فلان، هر چی بگی اینا خدا داشتن. خب چجوری میاد به مصر باستان گیر میده؟ تا
تحت تفکر فراماسونری قرار داده و فراماسونری تحت تفکر کابالا و کابالا از یهود که از مصر قرض گرفته. ببین چقدر قشنگ آنگاه آنگاه زدم تو برسی به اینجا. خود برج ایفل یک آبلیسک فانتزی. میدونید که آقای مهندس ایفل و فردریک آگوست بارتولدی هر دو ماسون بودند. این کجاست؟ واتیکان، مرکزیت کاتولیک جهان. خیلی عالیه، بسیار عالی. یه صلیب گذاشتن رو سرش، فکر می‌کنن اینجوری مثلا حالا نماد دینی هم میگیره. ببینید مرکزیت کاتولیک جهان تحت تأثیر کامل فراماسونی قرار داره. در اینکه پاپ بندیکت 16 هم ماسونه شکی من ندارم. من یکی شکی ندارم، نماد دارم، دلیل دارم. دلیل براش پیدا کردم. پاپ بندیکت 16 هم دلیل داره. چون ماسون ها خیلی نمادگرا هستن، وقتی به هم میرسن به روش‌های مختلف با هم روبوسی و سلام علیکم دست دادن میکنن. مثلا وقتی با هم دیگه دست میدادن فقط کافی بود رو کدوم انگشت، رو کدوم بند انگشت اینو فشار بدن تا به طرف مقابل بگم من عضو مثلا 13 هم 14 هم 10 هم 1 هم 2 هم چندم. اگه شما یه ماسون بهتون دست بدهید انگشتتون فشار بده، قم یه مرض داره اگه ماسون نباشه. خیلی بیکاره. اما اگه ماسون باشی شما رفلکس نشون میدی، واکنش نشون میدی. در بین سیاسیون و بزرگان الان این بابه که چی، شست رو میذارن روی پشت دست وقتی دست میدن اینطور. حالا تصاویر شست نشون بهتون میدم. یا مثلا قبلا این بود که این دستشون رو به این صورت میذاشتن زیر کت. کی اینطوری عکس داره؟ احسن. بعدها چی شد؟ اینجوری میذاشتن عوض میشه چون لوبره سریع عوض میکنه، میذاشتن توی کت. کی اینجوری عکس داره؟ محمد رضا شاه پهلوی، ریاست عالیه لوژ آریامهر. البته لوله سر خرمن بوده، فراماسون راش نمیدادن اینا رو، نه خودشو نه باباشو. تو این سریال چیز دیدین دیگه، در چشم باد، که زمانی که میخواست استعفا بده کجا رفت؟ پیش محمد علی فروغی پشت پرده روی تخت خواب نشون داده. کارگردان ایرانی میخواد چهره پشت پرده نشون بده، واقعا پشت پرده نشون میده. نشسته بود روی چیز، روی تخت خواب دراز کشیده بود و گفت استفاده بنیس باشه برو. گوشه این کاغذ نماد گونیا پرگار بود، گوشش. محمد علی فروغی فرزند یک یهودی مهاجر عراقیه، اومد آقا ببین چقدر احمد شاه رو برداشت، محمد رضا شاه رو آورد، رضا شاه رو برداشت، محمد رضا شاه، هیچ کس هم اینو نمی‌شناسه. الگوی طرح کشف جا کار کیه؟ کار این باباست. میفته گردن کی؟ رضا خان احمق. خب اجرایی دیگه، کاسه کوزه همیشه سر اون کسی که اجرا میکنه میشکنه. اینا افراد تو سایه پشت پردن. اینو میبینید شبیه به دو ستون معبد سلیمان چهار وجه اومده بالا و نوکش چی داره؟ هرم. تأکید میکنم ببینید چهار وجه دیگه، پس الان نگی برج میلادم نمیدونم ماس چیز آبلیسکه و نمیدونم بنده خدا اومده گفته بود این برج قوامینم آبلیسکه. نه مشکل داره ها، اما آبلیسک نیست، این اسم داره واسه خودش، اون آبلیسک نیست. چهار وجه بید بالا نوکش هرم داشته باشه. این ستون بواز و جاشینه. اینجا شما در جاهای مختلف میبینید که چقدر زیاد آبلیسک موجوده. و این هم باز در پارک مرکزی فکر کنم نیویورک باشه. این در ترکیه ماسونی، اعتقاد دارم ماسونی ترین کشور خاورمیانه است. ترکیه، ترکیه، مصر، ایران. این هم چی؟ آبلیسک منار رمی جمرات. من مسلمان به این به عنوان نماد شیطان چیکار میکردم؟ سنگ میزدم. این معجزه دین منه. لذا اون وهابی سعودیه که داره تو مهره شطرنج صهیونیسم میاد دستور میده چیکارش میکنه؟ خراب میکنن. جاش چی میسازن؟ دیوار میسازن. ما با اینا باید این کارو بکنن. شما حق نداری به شیطان توهین بکنی. عزیزم بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت. امروز تمامیت انرژی اینها در خدمت ابلیسه. از خود ابلیس دارن فرمان میگیرن. دشمن آشکاری که در قرآن بهش اشاره شده. الم اعهد علیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. میگه لا تعبد و شیطان، شیطان نپرستید. بنی آدم هم میگه، خیلی وسیعی رو داره میگه. امروز رو دیده بود حضرت حق. آخر زمان ما همینه واقعا. من مسلمان از معجزات دینم به این به عنوان نماد شیطان سنگ میزنم، خرابش میکنم. چه کسی دستور این کارو میده؟ سر نورمن فاستر، کسی که تا الان بیش از 200 آبلیس تو کل دنیا ساخته. میگه اون یکی باید خراب کنه، اونجا به شیطان درفت توهین میشه. مسئول چیه؟ مسئولی که اینو بسازه بالا سر خونی کب. کی قرار افتتاح بشه؟ 21 دسامبر سال 2012 قرار سایه شیطان بیفته بر خانه توحید. ما مسلمان ها خوابیم. چند طبقه است؟ 72 طبقه. در کنار قدرت الله 72 قدرت شیطان رو به رخ میخواد بکشه.
مگه توی اصفهان این ماجرای برج نقشه چی بود؟ نقشه جهان بود چی بود؟ برج جهان نما. چرا این همه سازمان ملل فشار بود خرابش بکنید؟ گفت اونجا رو به هم ریخته اون ویوش رو، درسته؟ چطور اینجا گیر نمیده؟ تمام همه چی مال اون سازمان ها رو خودشون به نفع خودشون به وجود آوردن و به ضرر ما. ساختش هم شروع شده. این عکس مال 2 سال پیشه، یکی اونجا ممنوع تصویر، حق عکس برداری وجود نداره. یکی از دوستان با موبایلش عکس گرفته به من نشون داد، تقریبا تکمیل شد. جالب اینجاست که شرکت‌های ایرانی هم رفته پیش خرید کرده یکی از طبقات اونجا رو. من آدم دغدغه‌مندی ام، یعنی همونجا بگذریم بهتره، یه چیزی میگیم. خب نمادهاشون رو گفتم، اعداد رو براتون جا انداختم، حالا میریم سراغ نمادها. این عکس‌ها خلاصه شده است به خاطر ضیق وقت. تک چشم که چشم خدای را، یه چیز عجیب در روایات ما اومده، زمانی که ابراهیم علیه السلام داشت اسماعیل رو به قربانگاه می برد، شیطان به شکل پیرمرد یا پیرزنی بر او وارد شد، وسوسش کرد. حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ یه مش سنگ برداشت زد چشم راستش رو کوفت کرد. خیلی عجیبه، شیطان چی شد؟ تک چشم. طرز عجیبی هماهنگی داره، من نتیجه نمیگیرم با خودش. مسئله بعدی ستاره ششبره. اینو اینجا میخوام توضیح کامل در موردش بدم. ستاره ششبر هیچ ربطی به حضرت داوود نداره. برای اولین بار قرن 7 وارد یهودیت شده. زمان ورودش هم خود یهودی‌ها واکنش نشون دادن. گفتن نماد ما چیه؟ ستاره شمعدان 7 شاخه، منورا. شمعدان 7 شاخه نماد ماست. این چی برداشتین آوردین؟ این عزیزان من، یکی از قوی‌ترین تلسم‌ها در جنگیری ستاره ششبره. که از قوی ترین صرف استفادهش یه بلاهایی سر آدم میاره، صرف استفادهش، یعنی همراهت باشه. اینها اینو آوردن به اون، ببین معبود واقعی اینها کیه، میاره میچسبونه. اینها خدای بعل رو دارن میپرستن حقیقتا. فراماسون ها خدای بعل، همین شیطان ابلیسه. بعل شما میدونید نماد خورشیده، بعل قیس، خورشید پرستان بودن. خدای خورشید تو مصر میشه اسمش چی؟ را. همونه، فرقی نمیکنه. آیه قرآن که میگه اینو جن میپرستیدن، همین تأکید داره. مثلا معجزه قرآن این. مثلث رو به بالا نماد مرد، مثلث رو به پایین نماد زن. ببینید مثلث رو به بالا به خاطر اینکه قاعدش روی زمین چیه؟ محکمه، نماد ایستادگی، نماد مرده. مثلث رو به پایین نماد رحم زنه، نماد توازن، رو نوکش باید به صورت ترازو مانند بیسته، نماد زیباییه. آبی، قرمز، زمین، آسمان، گرم، سرد، همه اینها از جمع متناقضین خلقت به وجود اومد. خدای وجود نداره که. تمام حرف کابالا اینه، خدای وجود ندارد. همه اتفاقات با یک آشوب شروع شد، با یک اتفاق، یک انفجار به طرز عجیبی با بیگ بنگ تطابق داره. هر آنچه خزعبلات ذهنیشون بوده امروز تبدیل شده به یه اسم، تو کتابای درسی ما هست، ما داریم میخونیم. برای ماهایی که فرق روماتیسم و لیبرالیسم از هم نمیدونیم، فکر می‌کنیم هر چی ریسک داشته باشه چیز خوبیه، عجب آدم با سوادیه، به به چه چه دیگه. شمردم 25 تا اسم استفاده کرد. خب از درهم آمیختن زن و مرد بود، سرد و گرم بود، بالا و پایین بود، که خلقت آغاز نبود. همین موجودات به وجود آمدند. شما این نماد نهان در این رو در خیلی از جاها میبینید. توی فیلم کد دامیچی به همین اشاره میکنه در مورد حضرت مسیح. غیر اینه همین مثلث ها اشاره میکنه. ستاره ششبر بنابر گفته خودشون the most powerful، قوی ترین، most powerful sign، قوی ترین نشانه این هاست. بعد خود عدد 666 بنا به روایاتی از همین گرفته شده، روایت وقتی داریم میگیم اونا رو داریم میگیم، روایت ما نه. برای که 6 تا زل، 6 تا زاویه و 6 تا مثلث کوچک داره، میشه 666، که اینها میگن از رویای یوحنا این استخراج کردیم. دروغ میگن، آنچه که به زبان آرامی در اونجا نوشته شده 616، اینا دارن تغییر میدن. بعدی آن خستش که همین کلیدای بود که دست کاهنای مصر باستان بود. آنخ ماهو، صاحب آنخ، نماد شهوت، همه چی شهوت در مصر باستان. دو ستون معبد سلیمان میشه دو پای انسان.
از بین دو پای انسان چون نماد شهوت قرار داره، پیشبندهای ماسونی به صورت مثلث شکل باید این گنجینه رو بپوشونن. تو درخت کابالا وقتی یک انسان اینطوری ترسیم میکنن و متاسفانه شده نماد تبلیغاتی و لوگوی تبلیغاتی یکی از شرکت‌ها تو کشور خودمون، یک انسان که اینطوری ایستاده، اون بخش رو نام بنیاد و اساس گذاشتن، کتر ملخوت نمیدونم حکم فلان، میاره پایین بخشی که شهوت انسان اونجا قرار دارد میذاره بنیاد و اساس اسمش رو. تمام همه چی همینه، اشغال همین دنیا، شهوت همین دنیا رو بچسب، خدایی وجود نداره. جالب اینجاست نماد شهوت میشه نماد چی؟ فمینیزم، برابری حقوق زن و مرد. خیلی جالبه ها، امروز هم شما نقش زن رو در غرب میبینی، بیش از اون که نقش اجتماعی داشته باشه نقش چی داره؟ شهوانی داره، نقش پورنوگرافیک داره. چه درآمدی اینها سالانه از پخش فیلم های پورنوگرافی داره؟ این کالا رو شما قیمت بکن 1000 تومان، فقط کافیه یک زن با نیمه برهنه به تو تلویزیون تبلیغ کنه دستش بگیره بره بشه مثلا فروشش 2 برابر بشه 3 برابر بشه. زن همینه، نگاه بزن اینه. چرا در فرانسه جلو حجابو میگیرن؟ طرف برمیگرده به بغل دستش میگه تو اینا چیه این بقول این پارچا پیچونه دور کلت؟ میگه من نمیخوام نگاه شهوانی به من باشه، خوشش میاد یارو اروپاییه. باید جلوشو گرفت، باید جلو این رو گرفت. مگه آزادی نیست؟ آقا دوست داره با چادر بره، اصلا با حجاب بره، چی میشه؟ میاد بهانه میتراشه. نه، کلی نمادهای مذهبی نباید باشن. دوستان این ماری که اینجا میبینید دوم خودش رو گاز گرفته نهایت داشته باشید، میگن خدای خورشید وقتی میرفت با دنیای مردگان میجنگید، با دنیای بدیها، دنیای دوات، اونجا مارها میمدن دور خورشید رو میگرفتن. ماره به خاطر که خورشید فرار نکنه دوم خودش رو گاز میگرفت، حلقه رو چیکار میکرد؟ میبست. بعدها خورشید از داخل این حذف شد. جالب این الان نماد تئوسوفیه. اصلا اشتراک اینها رو با هم دیگه میبینی، خیلی عجیبه. نماد شیطان پرستیه. گونیا و پرگار، مهمترین ابزارهای یک معمار. گونیا پرگار که اگر دو خط رو به هم وصل کنی چی درست میشه؟ ستاره شش بعد. جی حرف این وسط این چیه؟ خودشو میگه حرف اول گاد، خداست. اما جالب میدونی چه دوستان؟ گاد در زبان عبری یعنی یهوه، خدا، ارزش عددی برابر با چند داره؟ 45 داره. آدم هم ارزش عددی ابجدش چند میشه؟ 45. زمانی که داره میگه خدا، منظور انسانه، انسان رو داره خدا میدونه. ببین مگه ما به نمک قسم نمیخوریم؟ چرا؟ چون ارزش چیز ابجدش میشه چند؟ 110. چون علی هم میشه 110، ما حرمت قائلیم در کنارش به این یکی قسم میخوریم، میگیم به نام مقدس امیرالمومنین مثلا سوگند یاد نکنیم. اینا به همین دلیله. جالب اینجاست بعدها خودشون لو میدن که این حرف اول گوت یعنی بز به زبان انگلیسیه، به خاطر اینکه بز بزه، میدونی بز بفومت، بز مخصوص شیطان پرستان، در موردش توضیح خواهم داد. و دیگر اینکه مسیح رو نعوذ بالله مثل یک بز به صلیب کشیدند. این نگاه اینها به پیامبرانه. اینجا شما بوزی رو در داخل ستاره پنج پر میبینید که جای میگیره این بوز بافومت. خب میبینید که گونیا و پرگار تبدیل میشه به ستاره شش پر. توضیح دادم نماد تئوسوفی. راجع به این اس اس یا سوئستیکا هم بهتون بگم دوستان، این نماد ریشش آریاییه. اما اینها اگر سوئستیکا، ببینید چرخ خورشید این طرفی با برعکسش که این طرفی به چرخه، خب با هم قاطی کنی چی درست میشه؟ صفحه شطرنجی. دلیل استفادهشون اینه، گفتم از جمع متناقضین خلقت به وجود اومده دیگه. صفحه شطرنجی گیت ورود چی؟ شیاطین. بلا استثناء یه لوژ نمیتونی پیدا بکنی که کف شطرنجی نباشه، مگر اینکه معذوریت داشته باشن. از این به بعد برو فیلمای هالیوودی رو نگاه بکن، میبینی بلا استثناء کفا چیه؟ شطرنجیه. دلیل اینه. شما نگاه میکنی گیت های ورودی معمولا دو تا ستون داره، یک اتفاق بین دو ستون. اصلا برج 11 سپتامبر، برج تجارت جهانی، WTO، World Trade Center، اینا چی بودن؟ برج عدد 11 یا برج جلو معبد سلیمان بودن دیگه. مسئله بعدی کورناتو یا هورنت هنده. نگاه بکنید، توضیح و تأکید، قاطی نکنید اینا رو با هم دیگه، اینا خیلی ظریفه. فقط با دست راست، متوجه شدین؟ فقط با دست راست. اگر با دست چپ باشه شست باید باز بشه. الان این نماد فراماسونری نیست، نماد چیه؟ I love you. درسته؟ قاطی نکنید، این نماد فراماسونری نیست. با دو دست نماد فراماسونری
نیست. الان توی آذربایجان بوزگورد رو که میدونید، البته اون یه تفاوتی داره اون که شبیه اینطور میگیرن. بوزگورد نماد چیه؟ گرگ خاکستری و که فلان و داستان‌های نمیخوام وارد بشیم. این رو با هم قاطی نکنید. پس برن رفتی تو تبریز یه نفر اینجوری که بخونه زیر گوشی و رای ماسون فلان فلان شده بام. نه بابا اون دیگه هر گردی گردو نیستش. ببینید این بوز بافومته. در مورد این توضیح بدم خدمتتون. دستی که دست راسته رو به بالاست، ببینید با اینجا مثلث رو به پایین رو درست میکنه، درسته؟ میشه نماد زن. دستی که رو به پایینه نماد با زیر بغلش نماد مثلث رو به بالا رو درست میکنه، میشه نماد مرد. از ترکیب این دو تاست. ببینید همه چی تقارنی، ماه سفید بالا، اینجا ماه سیاه پایین، همه چی باید تقارن داشته باشه. ستاره پنج پر فلان بهمان در بغل این به قول یک چشم شما میبینید که همون شبیه قرنیه چشمه، تک چشمه، دو مار روی دیگه، بعدا میشه یکی نماد بهداشت جهان و یکی نماد تجارت جهانی. همه چی رو همین ها با هم گرفتن از همین فرهنگ. اینم مجسمه جورج واشنگتن بنیانگذار ایالات متحده که میبینید مو نمیزنه با این. این که دست راست بالا و دست راست ها خیلی عجیبه. مجسمه های شیطانی در چین پیدا شده متعلق به 3000 سال پیش دست ها اینجوری بود. این ما بگیم نشانه تطور یا اشاعه. نمیتونیم به این نگاه بکنیم که شخصی واحد داره به همینا دست رو یکسان میده و اون کسی نیست جز همون که قرآن کلام الله مجید داره اشاره میکنه، ابلیس مدیریت فتنه ها رو به دنیا گرفته. ببین عزیز من، قرار بود اون به ماها سجده کنه، درسته؟ گو نمی کنم یه کاری کنم این به من سجده کنه. کرده به خدا. امروز عملی شده اون قولی که اون داد و اون تهدیدی که کرد. شما این عموسام پدر بزرگ ایالات متحده، شما اینو کجا تو راهپیمایی همین بنده خدا ساتیشش میدن کلاش، شما نگاه بکنید. حالا از زمزمتون مشخص که متوجه شدید. ببینید مو نمیزن، ستاره پنج پر فلان. این تفکر پشتن پرچم امریکا 13 تا خط داره، 13 تا خط، یکی سفید یکی قرمز، رنگ های بواز و جاشین ستون های و غیره. خب این که اینجا نگاه بکنید، دستش رو اینطوری گرفته، دست چپش چی میشه؟ یه دونه شست باز میشه. تو دست راستش رو اینجوری گرفته، نگاه بکنید اینجا تو این شکل دست راستش اینجوری گرفته، دست چپ یک شست باز میشه. چون قسمت راست بدنش نماد مرد بودن، یک شست به نشان مرد بودن اضافه میکنه. به خاطر همین میگم دقیق ویژه است. توی ماسون ها تنها کسی که خیلی قاطی میکرد اینا رو به هم میریخ جورج بوش بود. خیلی قاطی میکرد، اصلا نامه بهش نوشتم گفتم بابا حواست جمع باش، خیلی حساسن روی مسائلشون. اخیرا یک خورده نمادگرایشون لوس شده، یعنی اینکه رعایت نمیکنه. مثلا حتما با دستکش سفید دستشون باشه دورشون، به خاطر اینکه دستکش سفید نشانگر اینه که ما در توطئه قتل هیرام نقش نداشتیم. الان مثلا عکسایی هستش که شما لوژهای ایناس میبینید 3 4 تاشون دستکش سفید دارن، 3 4 تا ندارن، چون دیگه تمام شد فراماسونیده. امریکا هم تمام شد. نظم نوین جهانیشون یک برنامه جدید و یک چیز جدید دیگه است. حکومت علنی اثبات 12 گانه و نیسرائیل بر دنیاست. شما در تابلو شما آخر داوینچی هم اینو میبینید. حضرت، ببینید، حضرت عیسی مثلث رو به بالا با مریم مجدلیه مثلث رو به پایین رو درست کرده که اگه اینو بکنی از اینجا بچسبونی اینجا، سر حضرت مریم مجدلیه کجاست؟ رو شانه حضرت عیسی. و میدونید که راجع به حضرت مریم مجدلیه اینا چه نظری دارن؟ میگن یک فاحشه بوده. زمانی که مل گیبسون میخواد فیلم بسازه در مورد همین مصائب حضرت مسیح، کیو میذاره؟ هنرمندشه مونیکا بلوچی. احسن، یکی از وبلاگ‌ها خوندم نوشته مونیکا بلوچی این مال نمیدونم زاهدان مال فلان، یاره ایتالیایی ها. عجب. خدمتتون عرض بکنم مونیکا بلوچی جز 100 زن زیبای دنیاست و به طرز عجیبی دوست داره تو فیلماش همیشه مورد تجاوز قرار بگیره، نقش پورنوگرافیک داشته باشه. همیشه میاد عمدن اینو میذاره. خیلی جالبه اینا بهتون میگم. بعد شما میگه آی اومد این علیه یهودیا فیلم ساخت، یهودیا فلانش کرده. ول کنید این ظواهر و بازی رو، ببینید چی رو برای شما جا انداخت. این مهمه. فیلم جنگیر نگاه نکن آخه اون جنه رو بالاخره میتونن بگیرن، نگاه کن این برای شما جا بیفته که چی؟ بابای دوتا کشیش اومده جلو چششون بتونن یه جنه یه دختری بکشن بیرون، بالاخره هم نتونستن، یکیشون باید کشته شد جنه هم سالمون. یعنی چی؟ قدرت اجنه و شیاطین. شماها نمیتونی، اون دوتا کشیش تونستن، شماها نمیتونی چون دوتا کشیشو نداری. فیلم پارانورمال اکتیویتی رو برای چی میسازه؟ توی اونجا اون جنگیرر وقتی میارن پارانورمال اکتیویتی میدین، گفتن مستنده و دروغ در اومد، فیلم بود. وقتی اون جنگیرر میارن این دختره میگه ما میتونیم از دست این جن رهایی پیدا بکنیم. بابا آمریکا ساخته جن دارم میکنم من. میگه که
همون حرفی رو که امیرالمومنین در دعای کمیل خطاب به حضرت حق میگه، اینم برمیگره به اون میگه. میگه چی؟ ولا یمکن الفرار من حکومتک، ها؟ میگه هیچ راه فراری از حکومت این شیاطین نداری. داره جا میندازه. از سال 2000 تا 2006 تا 2009 6 تا هری پاتر واسه من شما ساخته. تنها چیزی که توش وجود نداره چیه؟ خدا آموزش سحر و جنگیری داره. باید آماده بشی برای 2012. ذهنت باید آماده بشه. چون نظم نوین جهان، اینا حکومت بر جن نیست، یک بار دیگه میخوان حکومت سلیمانی به وجود بیارن. اولین پرچمی که برای ایالات متحده سفارش داده میشه، تکشش به وضوح دیده میشه. پرچم دیگه متأخرشون که واضحه، 13 خط سفید و قرمز. و خیلی زیاده. من اینا از هر کدوم از هر 100 عکس دو نمونه انتخاب کردم. بعد اینا دونه دونه باز بشه. مثلا امریکا و فراماسونری یه جلسه کامل میشه در موردش صحبت کرد. خدمتتون عرض کنم نماد MI5 اطلاعات داخلی انگلیس، MI6 میشه اطلاعات خارجیش. ببینید هرم، تکچش، MI5 United Kingdom UK مخففش. مؤسسه تحقیقات پیشرفته نظامی امریکا، دارپا، هرم، تکچش به کل دنیا. این چشم طمع و آز داره به دنیا نگاه میکنه. این آرم حکومت‌های فدرال و ایالت‌های امریکاست. بلا استثناء گونیا پرگار شما میبینید. ببینید نگاه کنید. اینجا حتی چی می‌بینید؟ دو ستون معبد سلیمان ایالت میشیگان. ببین خودتون برید دیگه نگاه کنید دیگه، میتونید بگردید خودتون پیدا کنید در اینترنت. از 44 رئیس جمهور آمریکا، از همون جورج واشنگتن گور به گور گرفته شده تا همین باراک حسین اوباما جونیور، بلا استثناء همه ماسون بودن یا فراماسون بودن یا در جوامع مخفی عضویت داشتن. بیلدربرگی بوده طرف یا اسکالنبونزی بوده فلان بوده به همان بوده، به غیر از 3 نفر که 2 نفرشون قطعا ماسون نبودند. اولیسیس گراند در مورد شکه. هر دوتا ترور میشن. خیلی جالبه. جان اف کندی توی مدار 33 درجه زمین شهر دالاس، آبراهام لینکلن هم، البته با تحقیق بیشتر در موردش بشه، در روی صندلی 33 تئاتر. وقتی به خود نمادگرایی بکنی اینجوری دیوانه وار نمادگراست. تقصیر منم نیست به خود. این آقای جورج بوش نگاه بکنید، با دست راست اینطور. سیلویو برخلاف اینکه در تمام دنیا حداقل تو اروپا قدرت سریع عوض میشه، این یاروی 10-12 سالی اونجا هست، هیچ کی نمیتونه تکونش بده. ببینید با دست راست یه دقیقه آروم نمیگیرن، هر جوش یواشکی یه جوری بالاخره نشون میدن. اینجا نگاه کنید بیل کلینتون چون با دست چپش نشون میده لذا شستش رو باز میکنه. احسن. این جورج بوش پدر و ببینید اینا خارمادر بوشن دیگه، بمارم سخو واقعا هستن دیگه. ببینید هرمی که نوکش جداست، نوکش فرق میکنه. در ببین خود هرم مشکل نداره ها، نه که حکم قدسی بدیم راجع، اما هرمی که نوکش جدا باشه، هرمی که نوکش نور بده یا هرمی که نوکش چشم داشته باشه اشاره به هرم گیزا داره یا هرم خوپوس که از مصر باستان وام گرفتن. خود جورجش خب حالا میگفت من طرفدار تیم تگزاس لانگ هورنزم، بعدها فاش شد که تیم تگزاس لانگ هورنز اینوری دستش، کما اینکه اصلا خودش دانشگاه یاله هم درس خونده، ربطی نداره. اینها نشانه فراماسونری نیست، کما اینکه در اینکه تام راید ماسونه من شکی ندارم، اما میخوام بگم بیخود نباید فضای پژوهش رو نباید خراب بکنیم چون با دو دست گرفته. اینجا در حالت سخنرانی ممکنه پیش به طرف داره میشموره 1-2 فلان، منم ممکنه عکس گرفته باشید برید بگید فلان. آقای کروبی رفته یه جا سخنرانی داشته میکرد، داشت اینجوری دست تکون میداده، تو همین حالت ازش عکس گرفته بودن و گفتن ایکس اینم شیطان پرست فلان و دیگه. اینا واقعا فضای پژوهش خر، کما اینکه این ایکس هستا منتها باید کف دست به سمت سینه باشه. اینا دل چیز داره، اینا خود نمیشن چه هر دمبلی حرفی رو زد. پتر رابرتسون از رهبران اوینجلیس، ببینید چون با دست چپه قبول ندارم، الان این نشان فراماسونریه چون با دست راست، اما این یکی نیست، اینا رهبران مکدونالدن. در اینم شکی نداریم که اینا اصلا دارن مسخ قضایی انجام میدن که نشریه موعود بهش اشاره کرد. واقعا دارن توسط مکدونالد دارن مسخ قضایی انجام میدن، مردم جهان رو دارن مسخ میکنن با یک سیستم قضایی و تغذیه‌ای. این دختر جورج بوش ببینید اصلا نسل در نسل همینجوری ماسون بودن. نحوه معانقه و روبوسی ماسون هاست که این شکل باید باشه. میبینید تودی معارفه آقای اوباما جورج بوشه، این آفیش تبلیغاتی آقای اوباماست، تک چشم هرم و میدید نور میده با دست
چپ شستش رو باز میکنه، اینجا که به طور علنی اصلا نوشته ماسونیک فلان، دست سفید و دست سیاه. خیلی جالبه ها، دست سیاه. چرا؟ چون آیه اوباما سیاه پوسته. خدمتون عرض بکنم که اینجا نحوه دست دادنی که عرض میکردم، شست باید بیاد روی پشت دست، نشانه ماسون بودنه. این جی هم که این پشت میبینه، حالا با اون کاری ندارم، حداقل همین مد نظرمه. ببین این جلد کتاب The Brotherhood یا برادری استفن نایته. ببین این نحوه دست دادنه، نگاه کنید، باید شست بیاد روی پشت دست. البته میشه یک نفر شستشو بیاره روی پشت دست، اما اون یکی نیاره. یعنی این عکس باید از دو طرف نگاه بشه. ممکنه مثلا بعد ببینه اون کسی که دست داده اینجا کیه، کیه شستش آورده رو پشت دست، اون نشاندنه اون ماسونه. این زمانی که داره مهر اعظم ایالات متحده رو میاره نصب میکنه، که از آداب ریاست جمهوری وقتی رئیس جمهور جدید بعد این کار میکنه، میبینید که روی انگشترش گونیا و پرگار کاملا واضح نقش بسته. پاپ بندیکت 16 بله. نگاه بکنید. با کی؟ بلر. پاپ بندیکت 16 در دیدار با رهبر هاسپیتالرهای جهان در مالت. میدونید کشور مالت کشور مثل موناکوه، یعنی معلوم نیست رئیس جمهور شاه چیه، کشور همجوری خودمختار داره اداره میشه. آها این خیلی خیلی مهمه، عنایت داشته باشین. صفحه شطرنجی، این ببینید تصویر کابالایستی این هاست. صفحه شطرنجی دو تا ستون خورشید و ماه، نردبانی که به آسمان رفته. به این میدونید چی میگن؟ به این میگن مرکابا، عرابه آسمان. اعتقاد دارن اگر یک مثلث به سمت راست اینوری بچرخه، یک مثلث به سمت بالا این طرفی بچرخه، همون ستاره شش بعد برعکس شروع کنه به هم چرخیدن، انسان تیول عرض میکنه، میتونه خودش رو جابجا بکنه. مرکابایی که تانک ساختن بر همین مبنا ساختن. خدمتتون عرض بکنم صفحه شطرنجی رو میبینید، بعد دیگه اینجا شاغول و تراز و گونیا پرگار که ابزار معماری. این دو سنگ هم خاطر شریفتون باشه، دو سنگی که اعتقاد دارم بنای معبد سلیمان بر مبنای با همین دو سنگ باید ابتدا ساخته بشه. تو این عکس هایی هم که معبد سوم سلیمان رو داشتن با سنگ هاشو با تریلی انتقال میدادن، این دو سنگ بود رو که روی تریلی بود. اینجا یه نکته خیلی خیلی جالب وجود داره، از بین بردن تمامی ادیان و ارائه دینی واحد برای کل دنیا. ببینید تمامی ادیان دنیا نمادهاش رو میاره زیر نظر خودش میاره، حتی نماد فراماسونری. یعنی اینجاست که دوزاریتون میفته که چرا من گفتم خود فراماسونری جزء کوچکی از هرم قدرته، هرم سلطه صهیونیسم. این که مقام معظم رهبری میگه که نظام سلطه زیباترین و شیواترین لفظی که میشه استفاده، واقعا همینه. اینها فقط اتاق فکرشونه. شما پروتکل های 24 گانه رو بخونید، میگه ما برای حکومت بر جنتیل ها نیاز داشتیم که افرادی از خودشان سرسپرده ما بشن، فراماسونری رو به وجود آوردیم. اما شدیداً تحت تأثیر یهود قرار میگیره. خب اینجا باز لوژ هاشون رو میبینید که صفحه شطرنجی داره، هفت ستاره آسمان که صورت جبار، صورت فلکی شکارچی یا جبار رو نشون میده، نماد اوسیریس هست. این سه تا ستاره که رو کمرش هست میشه سه تا هرم اصلی اهرام سلسله مصر. این سه تا بر مبنای اون ساختن روی کره زمین. اعتقاد داشتن، گوش بکنید، شعوری از سمت کیهان، از سمت آسمان برای ما اخبار میاره، و این نردبانی که رو به آسمانه همینه، نردبانی رو به آسمان که برای ما اخبار غیب بیاره، که بعد از بعثت رسول الله به دنیا آمدن رسول الله کاملا بسته شد بر اینها. اینجا شما میبینید که صفحه شطرنجی موجوداتی آبی رنگ دارن از سمت آسمان میان. فراماسون ها 13 تا راز دارن، راز هفتمشون بلوجینه، جن آبی. اعتقاد دارن شیاطین رو زمانی که احضار میکنن آبی رنگن. بنده تو مقاله‌ای که در مورد جن پت نوشتم آخرش نوشتم در اسرع وقت من افشاگری های در این مورد انجام خواهم داد، اونجا بعدا دیدم به صلاح نیست، گفتم ممکنه ما خودم باعث اشاعه این مسئله بشیم، بیخیال شدم. وگرنه عجیب روی این بلوجین اعتقاد دارن. شما میبینید عموم این کارتون هایی که میسازن قولها چه رنگی هن، هیوله ها آبی رنگ هن. حالا چند تا از عکساش از خدمتونشون خواهم داد. این حمایلیه که گفتم به روی شکمشون میبندن تا بنیاد و اساس رو بپوشونه. عرض حمایل 11 سان، 5 به علاوه 6 به اندازه 5 پر و 6 پره در هم آمیخته و غیره. اینم دو ستون معبد سلیمان، گونیا پرگار و تکچش. این یک ماسون عرب هستش که به رتبه 33 رسیده، هر رتبه که میره یه مدال میگیره. رتبه 15 مدالش شمدان هفت شاخه یهوده، کسی که به رتبه 15 میرسه شمدان هفت شاخه یهود بهش میدن. سردر لوژهاشون هست که اونجا دیدی تکچش بود با گونیا پرگار، اینجا 33 هست.
این به قولی برادران ماسون که اینا دستکش سفید رو رعایت کردن، اینها نه. این دو تا ستون، گونیا، پرگار، این جزء معدود جاهایی که کف شطرنجی نیست. این آقای جورج والکر بوش در جمع ماسون‌ها که خیلی دیگه واضحه. اون هرم قدرتی که میگفتم اینه. ببینید فقط میخوام نشون بدم، من اینو توی یه جلسه جدا تو دانشگاه صحبت میکنم، اینجا فقط میخوام بدونم خودشون اینو کشیدن. در رأس لوسیفر یا شیطان قرار داره، بعدش شاه جهان. جالب اینجاست عکس ملکه انگلیس رو کشیدن، خیلی عجیبه. میبینیم انگلیسی که سلطنتی باقی میمانه برای چنین روزی. میگذاریم شورای 13، انجمن 300، نمیدونم کمیته 300 میشه، خاندانهای قدرتمند تابع فلان. فراماسونری اینه، یک جزئی از اینه. نگاه بکنید، چون اینجا ما باز کلوپ رومو داریم، بیلدربرگ داریم، یک بخشش هم فراماسونریه. ما کجاییم از دیدگاه اینها؟ اینجا به خدا فلش زده بودن نوشته بودن you are here، شما اینجا هستید. شما به دنیا میایید، درس میخونید، نیروی کار میشید، مالیات میدید، بدهکار میشید، بازنشسته میمیرید. کجا بندگی خدا کو؟ نه ول کنید، نکته مهمش اینه بندگی خدا کجا رفت؟ ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. برنامه‌ای که برای زندگی ما طراحی کردن اثری از خدا درش وجود نداره. این نکته بسیار مهمیه که باید مد نظر. واقعا زندگی ما همینه، به دنیا میایم، ازدواج میکنیم، یه کار یا یه چیز خرد و خوراکی میفتیم، میمیریم، تموم شد، رفت. خب این شوالیهای معبد اینها هستن که صلیب هشت گوش بعداً میشه نماد گروه اوردر آف دی بس، که کله گنده های کشور اسلامی اونجا عضون، مثل ملک فهد، امیر عبدالله، ملک عبدالله ملعون اردنی، که خیلی جالبه خدمتتون عرض بکنم اخیراً سایت های وهابی ایشون رو دارن به عنوان امام زمان و مهدی موعود معرفی میکنن. الحمدلله هر دم از این باغ بری میرسد. خیلی مهمه ها، اینو دارن مهدی موعود معرفی میکنه، حواستون جمع باشه. این داره میخواد یه نتیجه بگیره، داره اینو مهدی موعود معرفی میکنه. توضیح بیشتر نمیدم. خدمتتون عرض بکنم که دلار آمریکا با توجه به اینکه مؤسسه موعود کتابش هم چاپ کرده، خوبه، من گفتم خیلی ارزون قیمته، حتما تهیه بکنید، خوبه آگاهی داشته باشید با سورس و منبع. من اطلاع نداشتم که مؤسسه موعود این کار کرده، من مقاله شو نوشته بودم قبل هم، ولی تو وب تو اینترنت هم هست اگه خواستی میتونی تهیه کنی. دلار آمریکا رو من تاریخچش میگذرم که چجوری به وجود اومد و فلان، به خودتون محول میکنم. اما سری میرم سر نشانه های ماسونیش که یه چیزی بیشتر از مواردی که شما خونید جایی و میدونید. 13 برگ و میوه در سمت راست و چپ جورج واشنگتن، رئیس جمهور فراماسون آمریکا. خدمتتون عرض بکنم اینجا یک هشت رو به بالا نماد مرد بودن، میدونید عضویت در فراماسونری خاصه مردان هست، فقط زنا به عنوان عضو ناظر برای بعضی از جشن‌های خاص میتونن شرکت بکنن. جالب اینجاست در دنیا که دایره فمینیسم داره یه همچین چیز هم موجوده، بدونید ها. 13 تا ستاره روی این قرار داره. بعد خدمتتون عرض بکنم که من برگ و میوه دلار رو شمردم، دور پشت رو شد 70 تا، خیلی تعجب کردم. باید میشد قاعدتا چقدر با شناختی که از این جونورها ما داریم 72 تا. دیدم پدر سوخته ها دو تاشو اینجا قایم کردن، ببینید یکی اینجا یکی هم اینجا، میبینید پشت اینها قایم کردن. نم از حیوانات اینها بهتون بگم، خرگوش که نماد اوسیریس، نماد بیداری، هیچ وقت خرگوش نمیخوابه. دیگری نماد جغد هستش، به خاطر اینکه گردنش رو هم 360 درجه میتونه به چرخو، نماد استیلاست. در ضمن شبا که ما میخوابیم جغده بیداره. بله خدمتتون عرض بکنم نماد آگاهی، اشراف و سلطه است. نماد چیه؟ یهودی مارانوس، نماد یهودی مخفی. ببینید در یک دلاری کجا قایم میکنین؟ ببینید یک بار دیگه، اصلا به صورت عادی دیده نمیشه. من خیلی دارم دلار رو زوم میکنم عزیزانا، جهدی که این گوشه قایم کردن. یک چیز دیگه، خرگوشی که چشم چپش به سمت شماست، نگاه کنید این پوزهش، گوشاش، این طرهای تارنکبوتی رو غافل نشید، اینا الکی زحمت نکشیده بنده خدا. 6 سال 15 نفر رو این کار کردن روی دلاری. میاد بالا، نگاه کنید گوشاش میزنه بیرون و میاد پایین. اینجا خرگوشی که چشم چپش به سمت شماست نماد چیه؟ پلی بوی، هم جنس بازی. چشم چیش به سمت شماست؟ چپ، چشم چپ. اینجا 33 تا حلقه زنجیره ماسونی به نشانه سلسله مراتب ماسونی قرار داره. 13 تا تیر، 13 تا برگ، 13 تا میوه لای این آقایی میکردن. این میوه ها زیتون هستن، زیتون در زبان عبری میشه موساد، دوزاریتون افتاد. خدمتون عرض کنم 13 تا خط، 9 تا پر، 33 تا پر، 13 تا حرف در منقار این و 13 تا ستاره بالا سرش، که اگه به هم بچسبونی چی درست میشه؟ بله، ستاره کشور صهیونیستا. 229 سال پیش اشتباه نکنم طراحی شده، حساب کار دست اسرائیل 70 سال اومده.
ببین از کی طرح به وجود اومدن. بابا باید برگرده معبد سلیمانیشو بسازه، این از اونجا انداختنش بیرون، میخواد دوباره برگرده اونجا و ادگاه اینو میخواد برسه اونجا تا بتونه حکومت جهانی خودش رو اعلام بکنه. این هرم خیلی عجیبه، با این که مال ایالات متحده است و عقبه تاریخی فکری اجتماعی آمریکا برمیگره به کجا؟ اروپا. میاد هرم مصر رو زده روی اولین پولش، انگار ما روی 1000 تومان اولین پولی که بعد انقلاب مثلا عکس ما خودمون خواستیم بزنیم به عکس رئیس جمهور مثلا عراق بزنیم. بعد میگیم آقا قبول، تو تمدن مصر باستان رو سترگ و بزرگ پنداشتی، همچین کاری کردی، اما چطوره که این هرم این شکلیه؟ چشم خواه هرم که هرمت به قول شبیه هرم آدمیزاد نیست، یه چشم اون بالاست، نوکش جداه، نور میده فلان. اینجا میخوام، بعد این هرم چند تا طبقه داره؟ 13 تا. چند تا آجر داره؟ 72 تا. خدمتتون عرض بکنم این همین حدیثی رو که فرستادم برای همون آقای هاشم من برای شما الان میخوام بخونم. امیرالمومنین وقتی بهش گفتن که دجال رو برای ما معرفی کن، ببین چی میگه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عینه الیمنیه ممسوحه، چشم راست نداره، و الاخرى اون یکی، فی جبهته، وسط پیشانیشه، تضیو، نور میده، که انها کوکب الصبح، که انگار ستاره صبحه. اینجا نگاه کنید، وسط پیشانی نور میده. زوم میکنی معجزه کلام امیرالمومنین رو میبینی، چشم چشم چپه. خودتون بچرخون اینجا تصویر بذارید. و جالبتر اینجاست، وقتی از لوسیفریست ها و سیتنیست ها میپرسین چشم چشم کیه، میگن چشم لوسیفر. میگن لوسیفر کجاست؟ میگه تو ستاره صبحه، که انه کوکب الصبح. چقدر قشنگ داره اشاره میکنه. شعار فراماسونری اینه، from darkness to light، از تاریکی به روشنایی. اینها عاشق نور هستن، شیطان رو مظهر نور میدونن، خودشون رو در مسیر نور میدونن. برای همینه که حضرت حق میاد این آیه رو میاره، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. خدایی که from darkness to light میبره، من الظلمات الى النور، والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. برعکس کجای کارید آقا؟ اشتباه داریم. اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، دارن اشتباه میکنن، یاران آتشند. لوسیفر میشه نورانی، زئوس میشه نورانی، جوپیتر میشه نورانی، هر سه اینها در پاگانیسم یک نفره، یکی. جایگاهش هم ستاره زهره یا ستاره سیاره زهره یا ستاره صبح. میدونید سیاره زهره همون ستاره صبحه. یه چیز جالبتر این زیر چی نوشته؟ نیوز اردو سکولارم. یعنی چی؟ نظم نوین جهانی به زبان لاتین. نه خیر، فراتر از این نوشته. محققین به این توجه نمی کنن. نظم نوین سکولاریته نوشته شده. این سکولاروم ریشه سکولاریزمه. چه زیرا به تمام ادیان رو زده؟ ببینید، میگه باید تمام ادیان از بین برن. دین از بین بره به نفع کیه؟ خواسته کیه؟ ابلیس، شیطان. این بالا چی نوشته؟ معنیش میشه که خدا به ما نظر داره، خدا حواسش به ما جمعه، خدا وظیفه ما رو ببینیم. بالا نشسته خدا وظیفه ما رو مشخص کرده، این پایین هم نشسته ظاهرا نظم نوین جهانی ها، یعنی ما باید نظم نوین جهانی رو محقق بکنیم. خیلی جالبه، ریشه لاتین این یه چیز دیگه میشه. زمانی که نطفه بسته میشه در رحم، میخواد رشد مخفی خودش رو شروع کنه، قبل از اینکه زن متوجه بشه، اصلا نمیدونه خودش بار داره. به این میگن رشد مخفی جنین، توی لاتین این میشه. چقدر قشنگ میگه ما مخفیانه داریم رشد میکنیم بیان که شما بدانید. خود مردم احمق امریکا این یه دلاری دستشون گرفتن چرخونه، یکی از خودش نپرسید این چیه بالا. حالا اگه هرمه چرا این شکلیه؟ خب بگذاریم، اگر اون هرمو بیاری این طرف بندازید، S-M-O-N-A به هم بچسبونیم میشه M-A-S-O-N، میشه چی؟ ماسون. قایم کرده اینجا. ببخش ما ستاره شش بر بیر بچرخون. زیر هرم یه چیزی نوشته، ابجد یونانی رومیش میشه 1776، سال استقلال ایالات متحده آمریکا. اگر روی اهرام ثلاثه پیدا کنیم میشه 666 که عدد شیطانه. چی جوری بر؟ خب بابا 6 سال 15 نفر کار بکنن بعد همچین چیزی بشه دیگه. جالب اینجاست، این همون 666 یه که تو چی؟ تو گوشیای ما رو گرفت، صدا سیمای ما سریال ساخت. اون یاره هی با خودش میخون 666 فلان به همان. به خدا قسم توی همین 666 کدش هم داشت میداد که من شیطانی. یکی از دلایل دیگه که میگن 666 عدد شیطانه، به خاطر اینکه هر چی نماد دین باشه برعکسش میشه نماد شیطان. درسته؟ صلیب برعکس نماد کیاست؟
شیطان پرستا اعتقاد دارن در مسیحی‌ها در پایان هر هزار سال 999 سال مسیح ظهور میکنه، منجی ظهور میکنه. دو تا 999 سال گذشت شد سال 2000، میگفتن آقا میخواد فلان بشه، به همان بشه سال 2000 فلان بشه، خواهد همین بود، ظهور کرد منجی. شما ندیدینش؟ کی؟ آقای جورج هربرت بوش. جورج بوش نام خانوادگی اصلشون جورج هربرت بوشه، باباش میاد عوض میکنه میذاره جورج والکر بوش که ابجدش میشه چند؟ 666. پدرش میگه پسر من همان دیکتاتور آخر الزمان است که 7 سال حکومت خواهد کرد. 2000 علاوه 7 میشه چند؟ 2007 که مشخص کرده بودن آخر الزمانشونه که موفق نشدن. حکومت خواهد کرد و پس از اون نظم نوین جهانی آغاز خواهد شد. حالا 999 رو شما بچرخونی میشه چند؟ خدا خیرتون بده. تو همین آهنگی که تو موبایل‌ها پخش شده آخرش میگفت دیگه، میگفت این ورش کن اون ورش کن، این ور اون ور اون ورش کن. توش کد میداد. میگه بابا بچرخونش تا بفهمی چیه. غافلیم آقا، نگویش تابلو تر به ما بگو، ما تعطیل تشریف داریم. خدمتتون عرض بکنم و میبینی تمام دستگاه فرهنگی ما رو میگیره. این از اون سریالی که امسال عید نشون دادم، خدا شاهده همینجوری چیشته مثل جغد همینجوری موندم داشتم چیزو نگاه میکردم تلویزیون رو، گفت عیبی نداره تام دوست چی میخوای زن بگیری، الان که 2010 دو سال دیگه هم 2012 تمام میشه میره فلان. خودشو کشته 2012 واسه ما جا بندازه سریال داره میگه. نگاه کنید گنجینه ملی، گوش بکنید، گنجینه ملی رو ساختن با بهترین بازیگر و با داستانی بسیار زیبا، آدم نگاه میکنه میخکوب میشه، اینقدر زیباست، جالب، جذاب، اکتیوه. آرزوش اینه که شما اینو چی نشون بدی؟ زیرنویسش نشون بدی. غافل از اینکه دوبله میشه میاد اینجا. من با خودم میگم اون استراتژیست امریکایی نشسته، استراتژیست ماسون میشینه میبینه الان انتظار داره مثلا مثل 2012 یه حد اکثر چی بشه؟ زیرنویس بشه. آره یه نگاه میکنه میبینه اه فلان مؤسسه فلان اومده دوبلش هم کرده داده بیرون. با خودش میگه آه ما اشتباه کردیم، این حتما به نفع اینا میشده که اینا دوبلش کردن. آقا خراب کنید، به هم بزنید از اول، اشتباه کردیم فلان. در حالی که نه آقا، تو درست داری کار میکنی، ما اینجا خودمو دارم میگم، ما امسال ما خواب تشریف داریم. کنگره امریکا رو از بالا نگاه بکنید، شکل جغد درست میکنه، نماد یهودی مخفی، بنیانگذاران ایالات متحده یهودیان آنوسی، مارانو یا مارانوس بودن، یهودیان مخفی. شاید بپرسید این گاد وی تراست چی اونجا نوشته شده؟ اینو فقط بدین 1957 اولین بار این زده شده، 56-57 در مقابله با کمونیسم، به خاطر اینکه اون بی خدایی رو طرح میکرد، میخواست برای اینکه کشورهای دین محور رو سمت خودش جذب کنه زد. بلا فاصله پس از فروپاشی شوروی چیکار کرد؟ طرح برد به کنگره گفت حذفش کنید، که نکردن به خاطر مخالفت مردم آمریکا، اما شیطنت خودش رو بالاخره انجام داد. سال 2007 ماه مارس یک سکه یک دلاری یادبود جورج واشنگتن زد بدون این گاد وی تراست. و این هم دلار جدید امریکا که کی قراره وارد بازار بشه؟ 2012 دیگه. من هر چی گفتم شما 2012 رو بیا چشم بسته بیا، خیلی راحت باشه، اون نمادگیریشو میکنه. این دیگه اینجا چی هست شما ببینید؟ به صورت علنی آبلیس گذاشته حکومت شیطان برجام. اگر اون طرح‌های تارنکبوتی در دلار قدیمی پشت بود، امروز میاد کجا؟ بالا. دیگه قراره چی باشه؟ سلطه علنی صهیونیسم بر جهان باشه. اینا سال 2007 اعلام کرده بودن واسه این سالشون، هی میگفتن 2007 فلان میشه به هم میشه. 2006 حمله کرد به حزب الله لبنان، همه حواسا به کجا بود؟ به جام جهانی. در همون قدم اول میخواست حزب الله بزنه، سوریه رو بزنه، بلافاصله بعدش بیاد ایران رو بزنه، چپ و راست ایران هم گرفته بود، شرق و غرب ایران، افغانستان، عراق. در همون قدم اول از 2000 تا رزمنده حزب الله آنچنان شکستی خورد که پوزش به خاک مالیده شد، فهمید شیعه ای آقا این مدلش فرق میکنه، یه چیز دیگه است، باید یه خورده حواسمون جمع باشه در مورد این یکی. 2012 شون هم قطعا همین خواهد بود به حول قوه الهی، شک نکنید انشاءالله. 20 دلاری ببینید یه نکته هم بهتون بگم، تو دلار آمریکا من چند مورد رو فقط اشاره کردم، خودتون برید مطالعه بکنید، هم کتاب میتونید تهیه بکنید، هم مقاله حقیر رو میتونید از اینترنت بگیرید بخونید. به شدت از اوریگامی استفاده شده. اوریگامی یعنی تا کردن کاغذ. دیدی موشک درست میکنن، قایق درست میکنن فلان. اگر از قیچی زدن و چسباندن استفاده کنی میشه کلاچ. فقط کافی اوریگامی کنید 20 دلاری. اولا ببینید این بیچاره جکسون چشم چپش انحراف داره. کدوم چشم؟ چشم چپ. در حالی که تصویر واقعی نشون میده که چنین ایرادی در ایشون نبوده. فقط کافی اوریگامی کنی تا ببینی چی میشه. شما 20 دلاری رو شبیه به موشک تا بزن تا ببینی چی میشه. آقا چی میشه؟ برج های دوقلوی تجارت جهانی. پس کی برنامه ریزی کرده؟
آقا این اتفاقیه، تو یه آدم مریضی هستی میشینی با این دلار انقدر ور میری تا یه چیز ازش بکشی بیرون، کینم داری از این صهیونیستا فلان. خب آقا من دیگه خیلی باید کارم درست باشه که از تو 5 دلاری تا 100 دلاری مراحل ریزش برج تونسته باشم بیرون بکشم. ها در 5 دلاری هر دو برج سالمه، در 10 دلاری نوکش آتیش میگیره، ها در 20 دلاری آتیش میاد پایین‌تر، در 50 دلاری همش میریزه، در 100 دلاری فقط دودش بلنده. احسن به من خداش میگه اینجوریه. در یک یورویی شما میبینید که بابا اینا کل فرهنگ غرب یعنی همین آمریکا، انگلیس فلان نداره، همشون یه سرتا یک کرواسن. نگاه بکنید 6 تا ستاره بالا، 6 تا خط، 6 تا ستاره پایین میشه 666. من یاد یه فرمایش از شهید آوینی افتادم، بذار متبرک کنیم جلسمونو. خودمونو کشتیم 4 تا علامت پیدا کردیم. ببین چی گفته، فرهنگ قبول فرهنگ غرب یه همچین چیز قریب به مضمون، قبول ولایت شیطان است. سرسپردن به فرهنگ غرب قبول ولایت شیطان است. چرا؟ که فرهنگ غرب در نهان با نفس اماره شیطانی اشتراک داره. نه کجای کاری، حضرت امام ببین کی گفت آمریکا شیطان بزرگ است، تمام. در 20 یورو رو عنایت داشته باشید، فقط کافی اینو بچرخونید، علاوه بر اینکه تصویر شیطان در موهای این قایم شده که اونم باز محول میکنم به خودتون، بچرخونید اینجا نگاه بکنید براتون پررنگ میکنم. ببینید 666 در سه ردیف، حالا اینجا دیده میشه نه، در سه ردیف هم عمودی هم افقی قایم کردن. خب مطلب شیطان هم بهتون بگم چون جالبه، نگاه بکنید این تو فیلم جنگیره، اون مجسمه‌ای که اون جن هم تو همینه ها از همین منتقلی، به قول این آثار باستانی بوده که به نقل از این جنگیرهای ما، این گنجابای ما چی داشته؟ موکل داشته. اینجوری میگن، میگن سراغ این دفینه ها نرید، موکل داره فلان. میاد میگیره، چه شکلی داره؟ دست راست بالا و دست چپ پایین، همون شکله. این سنگواره ها و متون باستانی است که به موجوداتی کریه المنظر اشاره میکنه. بعضی از به قول پژوهشگران اعتقاد دارن که اینها کسانی بودن که ارتباط با اجنه رو درک کرده بودن و اومدن چیکار کردن؟ ترسیم کردن. تو فیلم The End of Days که یه تیکش رو تو همین فیلم نشون داد، تو همین سریال ظهور الان شما نگاه کردید اول برنامه، دیدی آبی سرخپوستایی رو نشون داد یه کار عجیب غریبی میکردن. توی اونجا مردم میگن چیکار میکردن؟ اون که گردن میزنن از بالای هرم میندازن پایین، خیلی عجیبه. تو مصر هم هرم داریم، اونجا تو قاره آمریکا هم هرم داریم. کی آخه داره به همینا میگه هر دو تاتون هرم بسازید؟ این خیلی سخته من باور کنم تحت تاثیر تطور یا اشاعه بوده. کدوم اشاعه؟ با قاره آمریکا اصلا کشف نشده که، خودتون میگید. اونجا این سرخپوستا رو میگرفتن چه رنگیشون میکردن؟ آبی رنگ میکردن، بلوجین. کی به اینها فرمان قربانی کردن انسانها رو میداد؟ شیاطین. میگفت کسوف رو میبینی کار منه، گول میزد این احمق ها رو، میگفت این کسوف و خسوف کار منه، تو اینا چیکار کن؟ قربانی کن تا من اینو رفعش بکنم، دفعش بکنم. اگر 6 تا قربانی میکرد خون کسوف که دفع میشه، اگر یا مثلا زلزله میومد میگفتش که، یا صاعقه میومد، سیل میومد، قربانی میکرد این احمق ها، این کاهنان که با شیاطین در ارتباط بودن. بعد اگه سال بعد سیل دوباره میومد میگفتن قربانی پذیرفته شده، نه اگه چیز میشد دوباره سل میومد میگفتن قبول نشده باید نفر 60 نفر قربانی کنیم. امروز هم قربانی کردن در سطح وسیع داره اجرا میشه. عراق تا الان 1 میلیون کشته داده، وسیع و مکانیزه و قشنگ و به روز داره انجام میشه. همون تفکره به خدا قسم. اینها آثار باستانی که پیدا شده در کجا؟ در لبنان و فلسطین و مصر و اینجور امثال. نگاه بکنی شکل دست رو، از کی چه سابقه طولانی این داره. خب این اینجا چطوره که من همین رو ببینید، نگاه بکن اینجا رو در کجا میبینم؟ در چین. بابا پیغمبر میخواست بگه یارو از عربستان پاشو برو، مثلا میخواست اهمیت علم آموزی رو بگه، گفت به کجا؟ ولو به سین مثلا. یعنی الان اگه علم رو بیاموزید حتی اگه در مریخ باشد، منظور این بوده. حالا فکر کنید بابا عربستانم نه، مصر. کجا چین؟ ببینید این خورده عجیبه. یا این عنایت داشته باشید، ببینید این تصویر زومترشه، نگاه میکنید که دستش رو به این حالت گرفته. این در هندوستان، نگاه بکنید بازم دستو. مجسمه بودا، به دست شکل دست نگاه کنید، دست راست بالا و دست چپ پایین، چه رنگیه؟ احسن. اما دست چپش یه نکته خیلی جالب داره که زوم میکنم ببینید. خیلی عجیبه دوستان،
چطور تو هند، چین، مصر، همه تحت تاثیر یه تفکر لو نرفته. نمی‌دونم چی میگم، تحت تفکر لو نرفته. چیز بارزی هم نیست، مثلا میگه آقا تو فلان جا فلان میساختن، تو فلان تمدن هم میساختن. هیچ تاریخدان، هیچ کسی به این اشاره نکرده متاسفانه، چه بسا عمدی هم بوده. ترکیب زن و مرد و اون مثلث‌هایی که با دستاشون درست کردن، اما دست راست باز هم چرنگیه، آبیه، خدای ماه، خدای خورشید. ببینید دستشو به این شکل گرفت. این کارتون های بچه های ماست، اینا بازی های کامپیوتری بچه های ماست. بلو جین، جن آبی بدون استثنا، تک چش، نگاه بکنید. فیلم آواتار، تمام تم آبی. روی دماغ هاشون چی داشت؟ صورت های فلکی، ستاره ها. طرف در حالت انسانی فلجه، در حالت جن پرواز میکنه. چه پروازی؟ میخواد به اون دنیا رو محدودیت نداره. تمام اتفاقات داره حول یه درخت میچرخه. درخت چیه؟ درخت زندگی در کابالا. زمانی که شیطان به شکل مار، عنایت داشته باشین، به پای طاووس پیچید وارد بهشت شد تا آدم حوا رو چیکار کنه؟ وسوسه کنه. وسوسه چی بود؟ گفت از این درخت بخور. این درخت چی بود؟ درخت سیب، میوه اینو بخور، که درخت دانش، فهم و آگاهیه. خوب گوش بکنید، خدا تو رو برای عبادت و بندگی و دین مداری ساخته. این درخت هم که نباید بخوری دانشه، پس دین از دانش جداست. ببینید امروز داری میشنوی شما، این چیه ریشش؟ این سیبو اگه افقی قاچ بفرمایید، عمودی نه ها، نری عمودی قاچ کنی بعدن هزار تا حرف حدیث پشت سر من بیاری، افقی قاچ بفرمایید، به صورت غیر نرمال نگاه بکنی، ستاره پنج پر توش درست میشه، نماد اینها قرار میگیره. حالا این درخت سیب که درخت چیه؟ آگاهی. تو فیلم آواتار میبینه همه چی هولوش درخت میچرخه. آقای نیوتن یهودی هم زمانی که میخواد به یک چیزی پی ببره باید زیر درخت سیب باشه. و میدونید کسانی که فیزیک حداقل زندگی نیوتن رو خوندن میدونن، زمانی که به نیوتن گفتن این درخت سیب، حالا جریان چی بود فلان، گفت من اون درخت سیب رو واسه شماها گفتم، من خیلی وقت این مسئله رو پی برده بودم، برای اینکه برای شما ملموس باشه، وگرنه من نه زیر درخت خوابیدم و نه سیبی به کله من افتاد. میاد چه درختی رو انتخاب میکنه؟ درخت سیب. امروز هم کابالا حول همون داره. درخت کابالا 10 تا گوی داره که زیر 9 تا گوی، زیر گوی اصلی کتر قرار گرفته. این 9 تا گوی 9 تا سیبه. به طرز عجیبی میبینی بیس، بنیان شالوده و پایه فرهنگی اجتماعی امروز دنیا ریشه در یک مش خزعبلات و مزخرفات داره. عجیبه به خدا قسم. برای خود من عجیبه. آقا من این شخصیت دانشگاهی هم، من تو حوزه که درس نخونم، برای خود من عجیبه من بیام در مورد تاریخ فراماسونری تحقیق بکنم برسم به جن و جنگیری. به خدا قسم تا یک سال من به این مسئله پی برده بودم جرئت نمی‌کردم بیام تو دانشگاه حرف بزنم. میگفتم برم بگم ما رسیدم اینا با جن و جنگیرین کارا رو میکنن، به من میخندن. با ارتباط با شیاطین، تا این که دیگه با ضعف ما، دیگه ما با قرآن مانوس نیستیم. کلام الله رو کامل خوندم، دیدم به به بابا من هر چی گمگشته دارم این توه. وای بر ما. مستر دی جین، باز هم چرنگیه، آبی رنگ. و جالب اینجا دیگه تک چشم روی پیشانیش گذاشته. فراموش نکن دجال در روایات ما تک چشم داره. فراموش نکن یه روایت داریم خیلی خوشگله، اصلا عجیبه، میگه دجال از مادر یهودی زاده میشد. دیگه من نمیتونم از این واضح‌تر نمیدونم معصوم چطور لقمه رو باید بجوه در دهان ما بگذاره. یهود فراماسونی رو به وجود آورد، دجال از مادر یهودی زاده میشد. پیروان دجال، گوش بکنید، زنازادگان، آوازخوانان، فلان، کسی که چیز اخلاقی دارن، بعد آخر و یهودیان نام میبره در روایت. در جای دیگه اینجا داشته باشه، یک دلاری دیدید دیگه ها، در جای دیگه میاد اشاره میکنه چی میگه معصوم، فکر کنم امیرالمومنین یا رسول الله، فکر کنم امیرالمومنین باشه، میگه از پشت نشان دجال مردم نون میخورن، اقتصادشون با اون میگذره. واحد مبادلات جهانی چیه؟ دلار آمریکا بود، هنوزم هست، قرار عوض بشه احتمالاً، چین بیاد جایگزین بشه. خب دیگه از این واضح‌تر بگه. آقا ما توقیت نمیکنیم، ما آدم توقیت هم نیستیم، اما معصوم که فعل بیهوده و عبث انجام نمیده، این روایت رو گفته واسه من، بخواد این روزی استفاده بکنم. The monsters، کاراکتر اصلی آبی رنگ، روی کلاهاشون ببینید اینجا خوب دیده نشده، M داره، یعنی میسن، بالاشون همین M تک چشم میسن، 3-4 تا کاراکتر تک چشم دیگه هم داره، ببینید.
بلو دیمن، دیمن میدونید برگردانش در فارسی میشه جن، دقیقا میشه جن. بلو دیمن یا بلو جن، این هم شما میدونید. خدای بعل که پرستیده میشه که همون شیطان هست، جورج واشنگتن، بوفومت. برسیم به کشور خودمون. ببینید یهود دنیا رو به یک طریقی بسیار ساده داره اداره میکنه، خیلی ساده است اما جواب میده. چی؟ تز، آنتی تز و سنتز مال خودت باشه، دنیا مال توه. نگاه بکن، من ترس دارم از سوالات شما. میرم با حاج آقا صحبت میکنم، حاج آقا 5 6 نفر از بچه خودتون رو بذارین خدا و شاد سوال بپرسن، من سوادی ندارم، گیر میکنم فلان. تز از خودم، آنتی تز از خودم، عمل کرد و سنتز و همه چی هم از خودم. به محض اینکه دیدن تو اروپای شرقی جنبش های ضد یهود شکل گرفته، جنبش خملنیتسکی میاد چیکار میکنه؟ شما باید منتظر باشی که در اروپای شرقی و روسیه و شوروی یک اصلا بنیاد ضد یهود به وجود بیاد. باید منتظر باشی. چی شکل میگیره؟ کمونیسم. ببینید جهان رو ببین چه قشنگ دو تا تیکه میکنن، دو تا گروه، تز آنتی تز، هر دو دام مال خودشونه. در این که لیبرالیسم کاپیتالیسم مال یهود شکی نیست، خب تو شکی نداره اصلا، اون قرد مال اینا، سرمایه‌داری مال ایناست. اما کمونیستی که داره داد میزنه ظاهرا علیه یهوده خیلی عجیبه. اولین دولت کمونیستی شوروی از 22 تا وزیر 17 تاش یهودیان. خیلی عجیبه، لنین مادرش یهودیه، استالین همسرش یهودیه، تروتسکی همه جد و آباد و فک و فامیل همه یهودیان. خیلی عجیبه. خیلی عجیبه 90% دومای روسیه در دست یهودیانه. و عجیبتر این که بنیانگذار مارکسیسم کیه؟ کارل مارکس، که شما تصویرش رو دیدید به صورت ماسونی عکس گرفته، که فرزند سوم یک خانواده 8 نفره یهودیه. خودش میگفت یهودی هستم اما یهودا صفت نیستم. تصویر چکی که روچیلدها خاندان یهودی سرمایه‌دار انگلیس به اینا دادن موجوده به مارکس. چقدر قشنگ، کمونیسم، لیبرالیسم. شما تو هر کدوم از این زمین‌ها بازی کنی به نفع کی بازی کردی؟ یهود. و زمین سومی هم وجود ندارد، نمیتونی پیدا بکنی. حالا نگاه بکنید، انقلابی در ایران میخواد شکل بگیره، موضوع بسیار مهمی رو دارم میگم. بنده اعتقاد دارم ماسون‌ها بعد این که دیدن این ماجرا خیلی جدیه موافق انقلاب ایران بودند. ببین چجور دارم میگم، روک دارم میگم. سریع اومدن شریف امامی ماسون درجه 33، اولین کسی که ظاهرا اجازه میده عکس حضرت امام تو نشریات چاپ بشه. انقلاب میشه، دادستان انقلاب شهید قدوسی، درسته؟ دادستان اول امام 20 روزنامه رو همون ماهای اول تعطیل میکنه، میگه اینها اصلا با انقلاب همراه نیستن، خزعبلات اینا نوشتن. برای چی؟ که اومدن نفوذ کردن. راه دوم نفوذی. تا الان هر پیشرفت یهودی داشته نفوذی، اون از یهودا اسکاریوتی، پولس و نفوذی فرستاد شاول یهودی رو با نام پولس، الان دومین شخص مقدس مسیحیاس، ابو هریره که ابو الاحوار هم سالمو فرستاد فاتحه اسلام رو خوندن. یارو یکیشون فقط 50,000 تا حدیث وارد دین کرده، میخواد دیگه چیکار کنه دیگه بدبخت. 6 ماه تا 2 سال بیشتر پیامبر رو درک نکرده ها. تو صحیح بخاری اومده مال اهل سنت، عایشه برگشت به ابو هریره گفت بابا این احادیثی که تو میگی ما نشنیدیم. او آخه تو مشغول یه کارهای دیگه بودی، این عبارتی، تو مشغول اشبازی با پیامبر بودی. میگه صحیح که دیگه قبول دارن اهل سنت، صحاح ستار قبول، از همه بیشتر بعد قرآن صحیح بخاری رو قبول دارن. خب ببین چجوری راه بعدی چی میشه؟ نفوذی. میاد نفوذ میکنه، به مرور زمان انقلاب ایران ریزش داره، مارکسیست داره میریزه، این طرف لیبرالیست داره میریزه. ببین حضرت امام یه حرف میزنه، خدا شاهده باید اینو طلا بگیری بنویسی بیجو بزنی نصبش کنی. چی میگه؟ خطاب به مارکسیست های چپگرا میگه اینها مارکسیست های امریکایی هستند. ریشه رو خونده. آقا مگه میشه مارکسیست میرسه به کمونیسم؟ آمریکا اینا دارن فوش فلان فلان به هم دیگه میدن، مگه میشه اینا با هم یکی باشن؟ ته اصل ماجرا 41 42 داره میگه اسرائیل. چقدر بینش وسیعه. و این بینش رو خدا اعتقاد دارم به هر کسی که در مسیر حق قدم برداره میده. هر کسی که لله بخواد پژوهش کنه خدا بهش میده. هر کسی میخواد باشه. وعده الهیه. جناب آقای حراتی خیلی قشنگ فرمودن. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. یه خوردم صبر داشته باش. ثابت میشه اونهایی که گفتی. ما داریم میبینیم. شوروی رو دیدیم ثابت شد فروپاشیش فلان ده. دونه دونه داریم میبینیم. مشکل ایران چی بود؟ اینا موافق بودن. انقلاب شکل میگیره، یک انقلاب واتیکانیزه است، شبیه واتیکان و فلان، مشکل نداره.
احتمال قوی هم میره تو کدومه که از این زمین بازی هایی که تعریف کردن، تو کدومه کی؟ لیبرالیست، چون قبلش تو لیبرالیست بازی کرده بوده. یهوی میاد ببین چی میگه، میگه نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، نه این زمین نه این زمین، یه زمین فوتبال جدید ما خودمون میخوایم بازی کنیم، با هیچ کدومتون کاری نداریم. اینجاست که نوک اینها علیه ما چیز میشه، قتل، کشتار، منافقین، جنگ، 72 نفر یه جا شهید میشن، این طرف دفتر نخست وزیری، رئیس جمهور مملکت جاسوس در میاد، دیگه از این بیشتر فرمانده کل قواه، کل عجبه، در عجبه، والله به خدا در عجبم این مملکت چجوری سر پا مونده. از این وعده الهیه خواهد رسید انشاءالله این انقلاب به انقلاب حضرت مهدی. حالا مگه مقام معظم رهبری نفرموده که این انقلاب بینام خمینی در هیچ جای جهان شناخته شده نیست؟ مقام معظم رهبری اینو فرموده، اینها رو امام خمینی من دست میذارن. به خدا قسم 2 سال پیش من نمادگرایی اینها رو تشخیص دادم در مورد حضرت امام. 2 سال پیش اومدم این طرف اون طرف گفتم آقا بپاییم که اینا میخوان امام خمینی رو به خودشون بچسبونن، بپاییم که از تفکر امام خمینی رو میخوان سوء استفاده بکنن. من دیدم اینها رو تا 6-7 ماه پیش عیناً دونه دونه اتفاق افتاد، که کما این که خیلی هاشم به مسئولین ارائه دادم. اصلا و ابدا با حاج آقا صحبت کردم، قرار نبود رو این راجع به این مسئله صحبت کنیم، تا اینکه فردایی که ما برنامه سخن اینجا رو بستیم، من دیدم تصویری در اینترنت قرار گرفت مبنی بر این که نشانه های ماسونی اطراف حرم حضرت امام، این حرم ها رو دارن میگن، 4 تا حرم اطراف حضرت امام. اینو بنده 1.5 سال پیش که از دانشگاه فرستادم، بلند شده رفته حرم حضرت امام، با اون کسی مهندسینشون و فلان صحبت کرده، طرح نهایی رو بهش نشون دادم. این اصلا با توجیه خیمگاه ساخته شده، میبینید قوس داره، درسته فلان. اما یه نکته ببینید، ما سکوت کردیم، گفتیم این معلوم نیست، 50-50 درسته، ما بیام علکی حضرت امام خودمون رو بگیم اینا اومدن فلان دست درازی کرد. اما یه سوال، اگر این بخواد بیاد فرماسون کنه، حتما بیاد ترم میذاره، نوکشم چش میذاره، اون خیلی تابلوه، میاد سعی میکنه عادی ترین شکل. اما این رو میگم تا 2 دسته آگاه بشن، 1 مسئولینمون، 2 اونور آبیا که فکر میکنن ما ابلیسک میکنیم. نه، ما میفهمیم، آگاهیم. امروز مؤسسات خودجوش، نه دولتی، نگاه کنید، خودجوشن، نه جای پول میگیرن، خودشون دارن کار میکنن تو عرصه ظهور و حضور، در عرصه صهیونی رو دارن کار میکنن. و وقتی یک چیزی اجتماعی شد، کار هیچ احد و ناسی نیست بتونه جلوی اینا رو بگیره. و این آگاهی رو که من 4-5 سال میرم در جوانان ما شکل گرفته، به هیچ وجه من از وجود خاموش شدنی نیستش، شک نکنید انشاءالله. البته امروز این جوان ساعت 3 بعد از ظهر امتحان داره، دانشجو فصل امتحان، برای چی بلند میشه بیاد اینجا؟ جایزه بهش میدن، نمیدونم فلان، ساعت کارگاه براش رد میکنن مثلا. این علاقه به این خاموش شدنی نیست. و اینها اینو دارم میگم به خاطر اینکه اینا نیان سوء استفاده بکنن. ببینید، اگر تو دنبال این هستی که دنبال نماد میگردی که امام خمینی ما رو بچسبونی مثلا فلان بکنی، من قبلا از تو دیدم اینها رو. میاد جنگ لبنان 32 روز تموم میشه، چرا یه روز اضافه کشش میده 33 روز؟ میدونی چرا؟ پس وردا که بساط خودشو پهن کرد، نظم نوین جهانیشو، میدونی چی میگه؟ میگه حزب الله لبنان هم مال ما بودن، ما خیلی قدرتمندیم، ما شکست نمیخوریم که. مگه میشه ما پنجمین ارتش دنیا از 2000 نفر شکست بخوریم؟ ببین شبیه یهودی ها، شبیه هیتلر ها، نازیست ها احترام میذارن. ببین جنگشون 33 روز طول کشید، اما با ما نه بابا، تو اصلا مال این حرفا نیستی. مهم نیست این هلیکوپتر تو طبس بشینی، تو سمنان بشینی، تو تهران بشینی، هر جا بنشینی، مهم اینه که اینها به هم خواهند خورد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. مهم نیستش که جنگ غزه تو 22 روز کش میده، 220 روز کش میده، مهم اینه که 1 سانتی‌متر مربع از رزمنده حماس نمیتونی بگیری که هیچی نداره. باز اون حزب الله شاید یک کاتیوشا داره، اون هیچی نداره. مهم نیست جنگ تو 33 روز کش بدی یا نه، مهم اینه که از شیعیان شکست خوردی، از حماس هم شکست خوردی، چون پیرو به این مسیره. شکست میخوری،
اینم بدونید ها، اینا بعدی پل‌های ارتباطی رو زدن، رزمندگان شمال نتونستن خودشونو برسونن جنوب. زیباترین مدیریت تاریخ جنگ رو ارائه دادن حزب اللهی ها. 2000 نفر فقط کشته داد این جنگ. 2000 تا 3000 نفر، 33 روز جنگ زیر آتش گلوله 3000 نفر کشته، همه هم غیر نظامی. تعداد شهدای حزب الله 50 نفر تخمین زده شدن. فوق‌العاده بود. قبلش هم یه ضربه دیگه خورده بود تو جنگ 8 ساله ما. اما حالا میاد میگرده چیکار میکنه؟ نمادسازی میکنه. چه نمادسازی میکنه؟ حضرت امام ساعت 9:27:30 وارد تهران شده، میگه ساعت 9:33 وارد تهران شد. هم 9 هم 33. و اینو جا میندازن جوری که رسانه ما هم میگه. معمار کبیر خطاب به ماسونهای بزرگ میگن، میاد یه جوری جا میندازه که چی؟ حضرت امام معمار کبیر انگار فرهنگش میکنه. مسئولین هم نادانسته استفاده میکنه. علم غیب که ندارن، معصوم که نیستن. ببین تویی که داری بی خود امام خمینی و انقلاب ما رو میچسبونی به فراماسونری، دلیلش اینه که دلیل نداری. اگه داشته همونا رو رو میکردی، درسته؟ اگه واقعا تنظیم کرده بودی، برنامه ریزی کرده بودی امام خمینی 9:33 وارد تهران بشه، همونو میگفتی. نه اینکه شما برید روزنامه 3 سال پیشو بخونید، دوره میره 3 سال پیش. همه دارم میگه حضرت امام ساعت 9:27:30 وارد. 5.5 دقیقه داری تکون میدی که چی؟ خب وقتی ببین، من عمدن این نمادگرایی ها رو نشون دادم، نمادها رو نشون دادم که ببینی هر جا نمادگرایی میکنه اثر فکری خودش رو هم میذاره. اینی که اینجوری نمادگرایی کرد، به خدا قسم دارم میگم 2 سال پیش من گفتم ببین منتظر باشید اینا میخوان امام خمینی رو بچسبونن به خودشون، و شما دیدید یه کسایی اومدن حضرت امام حضرت امام کردن که اصلا خندت میگرفت به خدا نگاه میکردی قیافه یارو رو. دوم خروستو باور کنم یا قسم حضرت عباستو. اینور خمینی خمینی میکنه، اون طرف نتانیاهو نتانیاهو داره ازت دفاع میکنه. به این سادگی رو نگاه نکنید مسائل رو. خیلی پیچیده بود این اتفاقاتی که در کشور ما افتاد. و بنده هیچگاه فضای کشورم رو اینقدر ماسونی ندیده بودم. هر آنچه که فکر میکردیم و قشنگ به روز دیدیم، به عینه دیدیم، به خدا اصلا شده کلاس عملی. این فلانش به حمام بود، اونش به حمام بود، پوسته چاپ میکنه، عکس ترم و تکچش میزنه بالاش. مگه در جریان تو سایت ها پخش شد دیگه. و خیلی ناشیانه رفتن پاکش کردن بعد از اینکه چند تا دانشجو متوجه مسئله شدن، واکنش نشون دادن، خیلی ناشیانه رفتن پاکش کردن. هنوز که هنوز تو سایت جرس این گوشه مثلث مونده، برید نگاه کنید. هنوز که هنوزه. من اینو نگفته بودم که بیام یه جایی بگم که بگی باز میرن آخه پاک میکنن. طرف هول بوده میخواسته، فقط ما خودمون فتوشاپیستیم دیگه، پاک کنه برداشتین دایره رو زدن گوشه مثلث اونجا مونده که یه وقت اینا دارن رجوع میکنن ببینن عکس نیست، خیلی بدجوره تو همون بره. لذا اینها برنامه ریزیشون برای سال 2012 زمانی که 33 سالگرد انقلاب توه، زمانی که 33 رئیس جمهور آمریکا سر کاره، رئیس جمهور عزم میخوام دولت اسرائیل سر کاره، زمانی که 44 رئیس جمهور آمریکا سر کاره. نمادگرایی یه دونه مثال واسط بیارم، یه مصداق، سال 1945. از 1776 اینا هی میگفتن our golden year، سال طلایی ما، سال طلایی ما. کی هست؟ 1945. آ چی میخواد بشه 1945؟ دیدید چی شد؟ جنگ جهانی اول و دوم خودشون رو انداختن، امپراتوری ها رو تجزیه کردن به کشورهای کوچیک که راحت برن تصرف بکنن. آمریکا شد ابرقدرت جهان، درسته؟ اولین کشور ماسونی شد ابرقدرت جهان. 1945 بمب اتم آزمایش میکنه، 1948 اسرائیل اعلام موجودیت میکنه. چطور؟ توی سازمان ملل به رسمیت میشناسنش. 33 تا رأی موافق، 13 تا رأی مخالف، یعنی انتقال قدرت از 13 به 33، از امریکا به اسرائیل. میگن دیوانوار نمادگراست، متحجره در این مسئله. حالا چرا 1945 چی کار میکنه؟ برای اینکه 1945 از 1776 هم کنه میشه 169، 13 ضرب 13. 1945 بمب اتم میندازه تو کجا؟ مدار 33 درجه زمین، درسته؟ در زمان کی؟ 33 رئیس جمهورش ترومن، هری ترومن. لذا 2012 رو تعیین کرده. یک فیلم براتون پخش میکنم، خیلی کوتاهه اما بسیار بسیار مهم. هیچ جای دیگه هم پخش نکردم، اینجا میخوام ازش پرده برداری کنم. آدم کسی رو سخنرانی هم هستم این برور زیاد میرم، اما این نگرشتم برای اینجا. این فیلم 2012 از نگاهی دیگره. Who? My ex-wife, last thing she said to me, she never wanted to see me again. So be it.
من میخوام صحنه آهسته باشه. خوب دقت کنید. خواهش میکنم. بذار اول حالت عادی ببینید. خوب دقت کنید چون من نمیتونم پاوز بکنم. عنایت داشته باشید. مجبورم روی فیلم صحبت کنم و حدود 2 ثانیه 3 ثانیه بیشتر فیلم نیست. خوب دقت بکنید. ببینید این کلاه داره، این اصلا بسیجی لباس خاکی تنشه. ببینید داره میبوسه داخل تابوت رو، نگاه کنید. یک نفر دیگه پس میزد. اینا داشته شده که دیگه نگاه کنید، نگاه کنید. این میخواد ببوسه، این میکشنش عقب. ببینید میزنه تو سر. لباس مشکی ریشو دیگه از این واضح‌تر شده. اما این چه صحنه یه دوستان؟ میدونید که پیکر مطهر حضرت امام وقتی با تابوت مولی آوردن به خاطر علاقه زیاد مردم شکست تابوت، برگردوندن دوباره تو تابوت فلزی باشن. لحظه ای که داره اهانت به تابوت میشه داره اشاره میکنه. یعنی سال 2012 ما دوباره نبش قبر خواهیم کرد. خیلی مسائل رو خیلی ریز اینو اشاره میکنه، در حد 2-3 ثانیه از جلوی چشم شما میگذره. و من نمیدونم اینو ساختن شبیه اون تشییع جنازه یا اصل فیلمه. من خدای اینه، چون همچین فیلمی رو ما ندیدیم. این کیه که اگه اصل فیلم، این کیه که این آرشیو اینجوری در اختیارش بوده؟ ها؟ اگرم نیست ببین چطور اشاره میکنه. نقد 2012، من تمام نقدهای 2012 رو خوندم و نگاه کردم، هیچ کس اشاره نکرد دو جا به طول ریز به ایران اشاره میکنه. اگر اینجا نوشته میسیو ارسکویک، خب زلزله بزرگ، من راجع به همینم حرف دارم. چرا گفته فلان؟ چرا گفته تو آمریکای جنوبی؟ هزار تا نماد و چیز پشت سر این نهفته است عزیزان. که همین قدرم اشاره کردم، زیاد گفتم، خیلی زیاد حرف زدم، یعنی همین حوزه بخش آخرشو دارم میگم. اینو گفتم تا سنسورهامون یه خورده فعال بشه، یه خورده به خودمون بیاد، یه فکری بکنیم. امروز داعی دار ظهور ماییم، و امام زمان دلش به ما خوشه، ما کجای کاریم؟ یه خورده به خودمون بیاد. گفتم مسئولیت بزرگی رو بر دوشتون گذاشتم، با اینکه گفتم مهدی یاوران و آقای حراتی بر دوش هممون گذاشت، گفت شما مهدی باوران و مهدی یاوران. اگه آدم بفهمه باید بمیره از این حرف. مهدی یاور امام، کتاب حدیث لوح خوندم تازه فهمیدم بابا امام زمان چی بوده، ما چه ادعایی داشتیم، چی میگفتیم، خدا شاهده. خب میدونید اینها برای سال 2012 خاورمیانه جدید رو بررسی کردن، طرح کردن، قرار ایران به 5 تا کشور تجزیه بشه و از این شکل اولد به نیو تبدیل بشه. دارن جنبش های جدای طلب رو کار میکنن، پان ترکیستا تو آذربایجان، پژاک تو کردستان، الاهوازی و خلق عرب یا خوزستان، این مرتیکه چیزام که گرفتن داشت تو بلوچستان کار میکرد عبدالملک ریگی، البته لطف ما میکنه یه بخشی از عرب افغانستان رو به ما میدن، دستشون درد نکنه. خدمتتون عرض بکنم و اونها باید حالا آمادگی ذهنی داشته باشن. شما میبینی که به وفور بازیگران تاجیک و افغانی تو سریال‌های ما زیاد میشن، داره آماده. ما باید عادت کنیم کنار اینها زندگی بکنیم. نگاه نکن اون طالبان فلان به همان از نظر فرهنگی با تو شباهت نره، باید قبول بکنی همچین مسئله رو، تحریزی کرده. اما اینکه موفق میشه یا نمیشه، چون این اولا در مورد مردم آذربایجان اشتباه کرده، دو در مورد مردم کردستان اشتباه کرده، سه در مورد خوزستان اشتباه کرده، 4 بلوچستان، و 5 در مورد تمام مردم ایران. چرا اگه ما با اقلیت مشکل داریم، با تو ترکمنستان هم یه مشکلی داشته باشیم دیگه؟ ها چه اینجا نداریم؟ نه، چون اینجا قرار نیست تو کشوری بشی. جوهایی که لازمه میاد ور میره. یک سری اتفاقات تو کشورمون افتاد، اینا مانور بود که اینها دادن ببینن میتونن کیه اینجا جمع میکنه، شناسایی کنن لیدرها رو، این رهبری ها رو فلان کیه، و دیدن مقام معظم رهبری با قاطعیت کامل، با بهترین شکل ممکن، بدونی که ذره بخواد به کسی باج آتو فلان بده، به نحو احسن ماجرا جمع کرد. این کد داره واسه اون طرف. یه تو دهنی دیگه هم اینها خوردن و عرضم تمام. چی؟ تو دهنی دیگه که اینها خوردن، اینم بهتون بگم، این مسئله قرائت‌های رحمانی از دین در همین راستاست. مسئله نژاده. یهود کسی رو که یهودی از پدر و مادر یهودی به دنیا نیاد یهودی نمیدونه. شما خودتو بکشی بخوای یهودی بشه قبولت نمیکنه. ببین آقا من میخوام یهودی بشم، عاشق تورات و تلمود و فلان و تفکرات شما شدم، میخوام یهودی. راد نمیدن، میگن عاشق باش اما یهودی نمیخواد بشی. یهودیت نژاده. شما امروز نگاه بکنید کاسه کوزه اینها رو یک نژاد این طرف فهمیخته. در مقابل ما چی داریم؟ سادات. شما خودتو بکشی نمیتونی سید بشی ظاهرا. ها؟ سید خراسانی،
سید یمانی، سید حسن نصرالله، مقام معظم رهبری، همه سید، اصلا کاس کوزه اینو بعد اینجوری برسین تو دهنی الله به این هاست و جبهه حق به این هاست. اللهم ارن طلعت الرشیده و الغره الحمیده و کل ناظری به نظرت منی الی و جل فرجه و سهل المخرجه و اوسع من حجه و سلوک بی محجته و انفذ امره و اشتد از ره و امر اللهم بهی بلادک و احی بهی عبادک فا انک قلت و قولک الحق زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت اید الناس. تعجیل در فرج دوردانه آفرینش حضرت صاحب الزمان صلوات محمدی پس